سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی همکاران، مهمانان ویژه‌ای که امروز زحمت کشیدن و ما در خدمتشون هستیم. امروز برابر هست با 4 نوامبر 2022 و ما در جلسه هستیم که مربوط به کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران است با موضوع حق اعتراض، انقلاب ژینا، سکوی پرتاب ایران به دموکراسی. خب ما مهمانانی داریم در این جلسه که در ابتدا آقای کاوه آهنگری رو خدمتتون معرفی میکنم که ما رو همراهی میکنن و میشنویم صحبتهای آقای آهنگری رو. آقای آهنگری، ما مایک رو میبندیم و خدمت شما، میشنویم شما رو. خواهش میکنم سرکار خانم نرگس، یک بار دیگه عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان، همکاران شما در کانون و سپاسگزارم. اجازه بدیم به نام آزادی و به نام انقلاب پرشکوه و بی‌نظیر ژینا و با درود و احترام به شهدای عزیز و گرانقدرمون که در چند روز اخیر، کمتر از 50 روز گذشته، جانشون رو برای آزادی از دست دادن، خدمت خانواده شهدا و همه مبارزان و آزادی خواهان ایران عرض ادب و سلام داشته باشم. نمیدونم، یک سوال فنی داره، من باید این وبکاممو روشن بکنم برای برنامه شما یا روشن بکنم؟ چشم، خب پس منم اینم یکم تنظیم بکنم که راحت. خب خیلی ممنون، واقعا خوشحالم که در خدمتون هستم عزیزان، از شما کانون و جناب آقای نقشبندی بابت دعوتتون و ترتیب این گفتگوی صمیمانه آنلاین تشکر میکنم. من خیلی زود برم سر اصل مطلب، چون میدونم هم وقت خیلی تنگه، هم سوالات شاید مطالب و نکات اینقدر زیاد باشن، برای هرچه بهتر رفتن تو عمق بحث و روشن‌تر شدن یک سری مسائل، مبحث خودم رو شروع بکنم. چرا اسم این برنامه انقلاب ژینا، سکوی پرتاب ایران به دموکراسی است؟ به چند تا مورد برمیگرده. اولا دموکراسی، من نمیخوام زیاد برگردم به این، یه بحث تاریخی در این رابطه بکنم. خودتون میدونین که همه شاید الان دیگه بدونن، هر کسی که ما رو میشنوه، دموکراسی یعنی تجلی اراده مردم، حق یا حاکمیت مردم، حکومت مردم بر مردم، یا همچنان که ارشد حضور شما لینکلن میگه حکومت مردم بر مردم، برای مردم، توسط مردم. و پیشرفته تر از همه جان کین که میگه یعنی خودمختاری برابرها، یعنی دموکراسی. چرا از خودمختاری استفاده میکنه؟ یعنی این فرد ارادهشو عملی میکنه، خودمختاره و میتونه ارادهشو عملی بکنه، اون خواستی که داره، اون حقی رو که داره میتونه عملی بکنه. برای اینکه انسان آزاد باشه باید خودمختار باشه، انسان غیر خودمختار نمیتونه آزاد باشه. به همین دلیله که جان کین، این فیلسوف سیاسی شهیر، بر خود مختاری برابرها، باید برابر هم باشی، اگر برابری نباشه، یکی حقوق بیشتر داشته باشه، یکی صلاحیت بیشتر داشته باشه، یکی چه میدونم نابرابری وجود داشته باشه، آزادی هم خدشه‌دار میشه. یعنی خیلی جالبه در این مفهوم خود مختاری برابرها که جان کین تعریف کرده، آزادی، برابری، حق تعیین سرنوشت، اراده شهروند و همه اینها درش هست. خب ما میخواییم این دموکراسی رو، یعنی حق حاکمیت مردم یا حکومت مردم رو عملیش بکنیم در یک کشوری به اسم ایران. در مورد ایران صحبت میکنیم. خب اینو چگونه؟ این باید همه بخوان، یعنی همه این، الان بگیم 85 میلیون، همه این 85 میلیون باید بخوان که یا بتونند که اراده شون رو
به حساب یه تجلی ارادش رو ببینن و بتونن حق حاکمیت داشته باشن. چگونه میشه شما حق حاکمیت 85 میلیون انسان رو آماده بکنی یا مهیا بکنی؟ شما به یه ظرفی، به یک سیستمی، به یک ساختاری، به یک پلتفرمی، به یک ظرفی، من خودم حدود 15-16 سال پیش یک دموکراسی رو اینگونه تعریف کردم که دموکراسی ظرفی است که امکان و شانس آزاد و برابر رو برای تمامی اعضای جامعه مهیا میکنه. دموکراسی اون ظرفه. پس برای اینکه ما در مورد دموکراسی بتونیم خوب پیش بریم، ما اول به اون ظرف نیاز داریم، وگرنه شهروند آزاد به وجود نمیاد اگر ظرف وجود نداشته باشه. ظرف اینجا همون سیستم سیاسی است، همون قانونه، اون ساختاره. پس برای اینکه ما صاحب دموکراسی باشیم، سر و کارمون به ساختار سیاسی میخوره. بدون یک ساختار سیاسی مدرن و متناسب با درک بشر امروزین از حقوق بشر، نمیتونیم صاحب دموکراسی باشیم. ما نمیتونیم بر اساس مثلا باستانگرایی صاحب دموکراسی بشیم. ما نمیتونیم بر اساس نژاد پرستی یا برترنگاری مثلا یک نژاد یا یک مذهب یا یک زبان به دموکراسی برسیم. دموکراسی باید مبتنی بر منشور حقوق بشر باشه. منشور حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق، باید بر اساس این باشه. خب برای اینکه این خواست بره در سطح عملی اجرا بشه، باید یک اراده همگانی هم باشه. تا قبل از قتل حکومتی ژینا، اراده همگانی ایرانی به نوعی میشه گفت که دچار یک بیماری کشنده بود. اون بیماری اسمش خندق بود، فاصله بود، گپ بود. این تنوع ایرانی، چه حالا زبانیش، چه سیاسیش، ایدئولوژیش، چه طبقاتیش، چه مذهبیش، دچار بیماری به نام خندق گشته بود. یک خندق‌های خیلی عمیق و عریضی به حساب بین این بلوک ها وجود داشت. خب وقتی که خندق وجود داره، فاصله یا گپ وجود داره، یا حتی به زبان دیگر گسل وجود داره، شما نمیتونی اراده هماهنگ همگانی داشته باشی. نمیتونی اجرا بکنی این اراده رو. نمیتونی به دموکراسی برسی. دموکراسی، البته دموکراسی امروزین که دموکراسی عددی نیست، که دموکراسی اکثریت اقلیت نیست، که اونم در یک کشور متکثر. مثلا بیای در رابطه با مسائلی در بریتانیا یا سوئیس یا بلژیک یا آفریقای جنوبی یا هندوستان بیای در مثلا عددی برخورد بکنی با دموکراسی، نمیشه. دموکراسی مدرن امروز تکثرگراست، به ویژه در کشورهایی که تکثر جزء ویژگی‌های ذاتی خودشون هست، مثل زبان، مذهب و و غیر و غیر، مثل سوئیس، بلژیک، هندوستان یا مثلا آفریقای جنوبی یا کانادا. اینجا دموکراسی بیشتر توافقیه، توافقی مشارکتیه، تا عددی، اکثریتی، اقلیتی. نمیان که هر چیزی رو به رأی بذارن، حالا هر کی اکثریت آورد دیگه مسئله رو بگیم حل شده حساب بکنیم. خب هر شبات حضور شما، پس ما اگر تا از دید من اینجوریه، قبل از قتل حکومتی ژینا ما یک بیماری کشنده داشتیم در جامعه سیاسی، حداقل میشه گفت، به نام خندق. یک خندق ها، یک فاصله ها، گسل هایی بود که نمیذاشت این جامعه سیاسی با هم کار بکنه، نمیذاشت که این اردوگاه های سیاسی پروژه های حتی مبارزاتی مشترک رو با هم اجرا بکنن، اصلا کنار هم نمی نشستن. حالا من مقایسه می کنم بعدن، بعد از ژینا، قبل از ژینا رو با بعد از ژینا مقایسه می کنم.
دیگه شما همتون در جریان کارهای سیاسی، چه میدونم اوضاع اپوزیسیون در خارج از کشور هستین دیگه، چه بگو مگوهایی، چه سرشاخ شدنهایی، چه رقابتهای کورکورانهی، چه فاصله گرفتنهایی، چه میدونم ممیزی عمل کردنهایی و و غیر و غیر، همه وجود داشتیم. اما قتل ژینا، یا به تعبیر بهتر ژینا و خون ژینا، یه معجزه کرد. میتونم بگم که ژینا تونست به صورت معجزه آسایی بسیاری از این خندق‌ها رو پر بکنه، به طوری که پرچم شیر و خورشید رو در کنار پرچم کردستان می‌بینیم، پرچم بلوچستان، پرچم. مثلا من فیلم و ویدیو دارم در برخی از نقاط این بساب جهان که یکی هست پرچم شیر و خورشید و پرچم کردستان رو با هم داره. یا مثلا یه فیلمی رو چند روز پیش دیدم، مال تورنتو بود، از دو تا ماشین یکی پرچم شیر و خورشید تو دستشه، یکی پرچم کردستان، این پرچم ها به هم سلام میکنن، به هم نزدیکش میکنن. این معجزه است. قبلا اینجوری نبود. ما قبل از قتل حکومتی ژینا همچین فضایی رو نداشتیم. خب البته که مسائل کلان هنوز سر جای خودشون هستن، ولی من چرا انقلاب ژینا رو یه سکوی پرتاب ایران به دموکراسی میدانم؟ به این دلیله که شما اگر بخوای با هم بمانی، اگر بخوای با هم صاحب یک ساختار سیاسی دموکراتیک بشی، اگر بخوای با هم صاحب یک قانون اساسی بشی، اگر بخوای با هم ایران رو از وضعیتی که هست به وضعیتی دیگر، از نقطه A که مثلا الان دیگه وضعیت انقلابی است، به نقطه B، به ایستگاه B که پسا جمهوری اسلامی است، هدایت بکنی، این همدلی و همراهی و نزدیکی لازمه. مخالفین جمهوری اسلامی با افتراق و پراکندگی و حتی خدای نکرده تا سرحد دشمنی و از اینجور مسائل که نمیتونن با هم دیگه جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن. تازه اگه بنا به هر دلیلی هم، نه فقط فاکتور داخلی بلکه فاکتور خارجی هم، این جمهوری اسلامی دیگه نمونه و این وضع تغییر بکنه، به این معنا نیست که حتما ایران روزگار خوشی رو تجربه میکنه، مگر اینکه مایی که ضد جمهوری اسلامی هستیم، این مایی که متکثر هستیم، این مایی که داریم هزینه میدیم برای آزادی، این مایی که الان در چارچوب یک انقلاب به نام انقلاب ژینا با هم داریم مبارزه میکنیم، با هم بر اساس یک درک مشترک، از درد مشترک، به خاطر خطر مشترک جمهوری اسلامی باشه، بخوایم ایران رو از ایستگاه A به ایستگاه B انتقال بدیم، حالا با کمترین هزینه، حالا با بیشترین توافق. چرا این انقلاب، این به حساب پریودی که این دورهی که ما الان میشه به همین دوره انقلاب ژینا نامش برد، فکر میکنم کمک شایانی میتونه بکنه برای اینکه ما آینده بهتری داشته باشیم، برای اینکه بسیاری از گره هایی که بسیاری از اون مسائل سیاسی، مسئله های سیاسی که ما نمیتونستیم به عنوان جامعه سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی در سیمینارها و همایش ها و کنفرانس ها و شبان روزی برخی اوقات تا 3 روز مثلا از طریق گفتگو بین همدیگر حلش بکنیم، ژینا تونست برای ما حلش میکنه. حالا من مخالف این هستم که انقلاب ژینا رو حادثه تعریف بکنیم. من انقلاب ژینا رو فرایند تعریف میکنم. من فکر نمیکنم انقلاب ژینا کیفیتی که داره فقط برآمد مرگ یا کشته شدن یا قتل یک دختر کرد 22 سال است. درسته قتل ژینا
جان این دختر کرد 22 ساله سقزی وسیله شد، اما رسش سیاسی که الان وجود داره، سطح شعور سیاسی که وجود داره، همدلی که الان وجود داره، همه و همه مال فقط قتل یک فرد نیست، بلکه ماحصل 43 سال استبداد، تحقیر، تبعیض، نابرابری و غیره و غیر است. یعنی چی؟ حالا شاید مثلا من نوعی دارم عرض میکنم کردستان یا خود من کرد یا کردستان شاید حتما اینجوری نبوده، ولی بوده مثلا برخی ها برخی مناطق نسبت به ظلم هایی که جمهوری اسلامی، قتل هایی که حتی قتل عامی که جمهوری اسلامی در کردستان کرده، چشمشو بسته یا اصلا ندیده یا اصلا واقعا متوجه نبوده، اصلا نمیدونستن. مثلا من خودم اگه بخوام از زندگی شخصی خودم، رابطم با غیر کردها مثلا مثال بیارم، خیلی وقتا که من در مورد یک سری مسائل با دوستان غیر کردم به ویژه تهرانیم صحبت میکردم، نمیدونستن که همچین چیزی اتفاق افتاده. اونا نمیدونستن که در یک روستایی به نام قارنا سپاه پاسداران ظهر میرسه اونجا، 63 نفر از اعضای یک ساکنان این روستا رو 63 نفر رو قتل عام میکنه در چند ساعت، حتی زن حامله رو. نمیدونستن، اونا نمیدونستن که مثلا در فرودگاه سنندج همون اوائل انقلاب یک دفعه میان مثلا چندین نفر رو تیرباران میکنن، حتی یه زخمی که روی برانکارده. اینا رو نمیدونستن. اونا نمیدونستن در ترکمن صحرا چه اتفاقی افتاده، در بلوچستان چه اتفاقی افتاده، رژیم جمهوری اسلامی مثلا حتی نسبت نه فقط به اونجا، حتی درک عمیق و درستی نسبت به کشتار 67 نداشتن. چرا؟ به این دلیل که امکانات و ابزار لازم برای شکلگیری این درک مشترک وجود نداشت. ولی امروز به یمن این سمارت فون ها و به حساب تکنولوژی آیتی و به حساب شبکه های اجتماعی، اگر یک کودکی در بلوچستان که متاسفانه امروز باز شهید دادیم خونش ریخته میشه، نه تنها در سراسر ایران بلکه ایرانی ها در سراسر جهان میتونن، اصلا جهان میتونه خبردار بشه. ولی جمهوری اسلامی کشتارو که از جناح شروع نکرده، مبارزه کردستان از قتل جناح که شروع نشده، سیستم تبعیض آمیز و آپارتاید جمهوری اسلامی از قتل جناح که شروع نشده، اصلا از پشت بام مدرسه رفاه شروع شده تا به امروز در زاهدان و خاش و سراوان و غیره. ولی ما چه درکی داشتیم نسبت به این اعدامی که یا کشتاری که در پشت بام مدرسه رفاه انجام پذیرفت؟ مجموعاً دارم عرض میکنم، عمومی درک درستی نداشتیم. چرا؟ کراوات به گردنهای فکلی تحصیل کرده فرنگ کنار خمینی بودن، نمیذاشتن مردم ماهیت خمینی رو بفهمه و درک بکنه. حلقه پیرامون خمینی که اکثرشون هم تحصیل کرده بودن در خارج از کشور، مثل ابراهیم یزدی و ایکس و ایگریگ و اینا، نمیذاشتن که خمینی ماهیتش برای مردم روشن بشه. امکانات ارتباطی نبود، مثل امروز شبکه‌های اجتماعی نبود. پس نکته اینجا چیه؟ پس ما در، یعنی حداقل برای کردستان، از نوروز 58 سنندج شروع شده تا به امروز، حالا که جینا به قتل میرسه، یک دفعه انگار که ایرانی از خواب بیدار میشه. امکانات هم وجود داره، میشه یه فلشبکی زد به عقب،
یه دفعه میبینن ای وای بر ایران و ایرانی چه گذشته در طول 43 سال گذشته. مگه مادران خاوران مال 67ن؟ مال الان که نیستن که. خاوران مال 67ه، 1367. این فرایند سرشار از تبعیض، قتل، تجاوز، حالا انواع تبعیض، تبعیض اتنیکی، تبعیض مذهبی، تبعیض جنسیتی، تبعیض اقتصادی و غیره و غیره، اینا یه فرایند بسیار خونین و ناخوشایندی رو در نهان و مخیله انسان ایرانی درست کرده که نقطه آتش فشانیش میشه قتل ژینا. پس رگه داره، یک مسیر طولانی است، 43 ساله است، اما در قتل ژینا، یک به دلیل اینکه کرده، دو به دلیل اینکه زنه، سه به دلیل اینکه جوانه، چهار به دلیل اینکه از یک منطقه دارای مذهب متفاوت از مثلا تهران میاد، پنج به دلیل اینکه جالب بیان میگه ما غریبیم. یعنی این غربت یک دختر 22 ساله کرد از یک دارای به حساب بک‌گراند مذهبی دیگه با اصطلاح یا با شناسه غربت، غریبی، این انفجار رو به وجود میاره. اونم به خاطر چی؟ حالا خیلی این خانم که پا نشده بره مثلا توی مسجدی اونجا چه میدونم تو مصلای تهران انتحار بکنه، که از سفر برگشتن از شمال اونجا میرن یه دور میزنن به فک و فامیل، روسری هم داشته، حالا روسریش کامل مثلا نبوده بر فرض مثال، حالا آدم چه میدونه روسری، حالا یکم میفته اصلا حواسش نیست، اصلا روسریش کلن افتاده حواسش نیست، کار نداریم، ولی داشته، روسری داشته، به قول مامانش مانتوی مامانش هم تنش بوده. خب این یه نقطه عطف میشه، یه نقطه انفجار میشه. حالا برگردم به اصل موضوع خودم، چرا این انقلاب میتونه به دموکراسی، میتونه ها، من نمیگم حتما، من میگم عرض میکنم که میتونه به دموکراسی ختم بشه؟ چون ما اون خندق ها رو پر کردیم دیگه، اون فاصله ها، بیگانگی ها، نوع نگاه های نامهربانانه، به حساب عدم اعتماد، این خیلی ما بحران اعتماد داشتیم. جامعه سیاسی ایرانی مخالف جمهوری اسلامی انواع بحران داشت، یکی از بحرانهاش بحران اعتماد بود ولی ژینا تونست که این بحران اعتماد رو راحت حل بکنه. امروز یه پادشاهی خواه، یه جمهوری خواه، حالا پادشاهی ها خواهم که انواع دارن دیگه، از اونی که فقط یک شیر خورشیده تا اونی که دو تا گل گندم و چی میدونم خوش گندم و تاجم روشه، کنار یک کسی دیگه ای که جمهوری خواهه که هیچ نام و نشانی تو اون پرچم نیست، با یک کسی که جمهوری خواه فدرالیسته مثلا پرچم کردستان تو دستشه، در برلین کنار هم دیگه آزادی رو فریاد میزنن. بسیار عالی جناب آقای آهنگری. الان من الان عرض میکنم یه دقیقه، بله من در خدمتتون هستم. آره الان خلاصه میکنم، این وضعیتی که الان به وجود اومده، یعنی ما دیگه بحران اعتماد نداریم، خندق ها تموم شده، یه جو صمیمی و بسیار خوبی به وجود اومده، اگر بیایم برخورد حرفه‌ای باش بکنیم، نکته اینجاست، من با این احساسی گری مخالفم در رابطه با مسائل سیاسی، چون اگر امروز برخورد حرفه‌ای نکنیم باهاش،
فردا از نو ما دچار این بحران اعتماد خواهیم شد و این خندق ها دوباره به وجود خواهند اومد. الان ما باید بیایم جامعه سیاسی از این پتانسیل ویژه و منحصر به فرد شگفت‌انگیزی که به وجود اومده بیایم برخورد حرفه‌ای بکنیم برای ایران، ساختن ایرانی دیگر. کلام آخر یا عرض آخر بنده اینه که ما نمیتونیم به گذشته برگردیم، نمیتونیم در کنون بمانیم، پس باید به یه ایران دیگر فکر بکنیم. این ایران دیگر رو نه یه فرد میتونه درست بکنه، نه یه حزب میتونه درست بکنه، نه یک ایدئولوژی میتونه درست بکنه، مثلا حالا یه مکتب فکری. اینو ما باید درست بکنیم. این ما متکثره، این ما گوناگونه. این که میگیم رنگین کمان ایرانی، به واقع ایران دارای رنگین کمانه. این رنگین کمان به لحاظ مذهبی، زبانی، ایدئولوژیک، سیاسی و غیر و غیره باید برخورد حرفه‌ای با این فرصت تاریخی بکنه تا ما بتونیم به یه ساختار سیاسی دموکراتیک دست پیدا بکنیم و همه تحت لوای این ساختار سیاسی دموکراتیک و مدرن همزیستی مسالمت آمیز، آزادانه و برابر رو تجربه بکنن. در خدمت شما هستم اگر امری باشه. ممنونم از شما. بله دقیقا همین هست. ما باید این دموکراسی رو پیش بگیریم و نباید منتظر یک رهبری بشیم که این رهبر دوباره همون پادشاهی شاهنشاه باشه یا پادشاهی جناب آقای خامنه ای. خب آقای صدارت، ما مایک رو برای شما آزاد میکنیم، در خدمتون هستیم، میشنویم شما رو. عرض سلام دارم، امیدوارم که صدای من هست. به همه دوستان عرض سلام مجدد دارم. احوال شما چطوره آقای آهنگری عزیز؟ بعد از 6-7 سال شما رو دوباره در یه جلسه هستیم. جلسه خوبی بود از دید من، توی پاریس یه بحث آزاد خوبی داشتیم، ناتموم بود، شما به علت مثل که ترافیکی یک ساعت دیر رسیدید، ولی خب به هر حال بحث خوبی بود. همونجا ازتون خواهش کردم که این بحث رو ادامه بدیم و قبل از اینکه عرایزم رو شروع بکنم از شما دعوت میکنم که با همدیگه یه بحث داشته باشیم. اونجا هم گفتم بهتون حاضرم بیام توی رسانه هایی که شما راحت تر هستید، بیام اونجا و همینجا هم با ابتکار این دوستانمون که این کار کردن به نظر من خیلی خوبه، ولی نه به عنوان اینکه من سخنران باشم شما شنونده، و برعکس به عنوان بحث آزاد. یه چند دقیقه شما فرمایشاتتون رو میفرمایید، من عرایزم رو عرض میکنم و یک کسی هم جلسه رو میگردونه و به نظر من بسیار بسیار میتونه مفید باشه، به خصوص با این اتفاقی که الان افتاده. شما گفتید انقلاب، من کاملا با شما موافقم، مردم ایران منقلب شدند و این برمیگرده به فرمایش گرداننده جلسه که لباب قضیه بود و آن این که نباید منتظر رهبر باشیم چه شاه باشه چه رهبر، نه بد میخوایم نه بدتر. حالا شاه و رهبر یک فرده، اون فرد رو که خب قطعا نمیخوایم، ولی حتی یک حزب و تشکیلات رو هم مردم ایران نگم نمیخواید. شما در فرمایشاتون یه چیزایی رو گفتید، فرمودید که این یک اتفاق نیست، یک فراینده. این جمله درستی بود و خوبه، به همین از همین شروع میکنم. یک فرایندی بوده که از همون ابتدایی که در بالای مدرسه جنرال های شاه رو کشتن، بعد هویدا رو کشتن، خانم فرخ رو پارزاد رو کشتن که نباد اون اسرار مرگ رو فاش بکنن، شروع شد. همون موقع ما با شدت و حدت مخالفت میکردیم با این کشتارها. امیدوارم که شما همون موقع با ما هم صدا بودید در کشتن ما، حتی مثلا جنرال نصیری، نمیدونم بودید یا نبودید، میتونید خودتون بفرمایید. این فرایندم به علت تجاوزها، قتلها، تبعیضها بوده، محصول این بیش از 4 دهه، و فرمودید یک گسله، یک خندقه، اونم درسته، ولی اینا یک کمی باید توضیح داده بشه، واقعا توضیح داده بشه که چرا واقعا یک بحران اعتمادی بود که این بحران به فرمایش شما حل شد. بحران اعتماد رو این بستی که مقدار به اصطلاح باز کرد، این
آدم واقعا متوجه نشه که کی به کی بی اعتماد بود رو اون رو بایستی که باز کرد. من عرض میکنم نظر خودم رو در زمین تمام این عرایض من اگر یادم میره یه فاکتور میگیرم، اولش میگم هرچی که میگم نظر منه، وحی منزل نیست، دارم نظراتم عرض میکنم. به نظر من شما جامعه سیاسی ذکر کردید، بی اعتمادی اصلی نه بین جامعه سیاسی اصلیش ها بود بین جامعه سیاسی، بلکه بین مردم و جامعه سیاسی بود. در یک مثلا یک کشوری، حالا بگیم یه جامعه مدنی داریم، یه جامعه سیاسی داریم و یک دولت داریم. جامعه سیاسی ایران قدرت پرست بود، اصیل میدونه بود، نه اون فعل ماضیه، فعل بایستی که بگم هست. جامعه سیاسی ایران بیشتر قدرت پرست، اون چی که لنین تعریف میکنه از قدرت یعنی چی؟ یعنی اینه که از سیاست، یعنی اینه که چه جور من به قدرت برسم، چه جور در قدرت بمونم هر چه بیشتر، و چه جور منویات قدرت رو که از امروز به فردا فرق میکنه رو در پیش بردش بکوشم اونجوری که من میخوام. من اگر که خمینی باشم امروز میگه که ماهی خاویار حرومه، فردا زیر گوشش میگن آقا ما خیلی داریم پول از دست میدیم، میگه نه گفتن که سه تا فلس زیر گوشش، پس ماهی خاویار حلاله از این به بعد. این بچگانگی ها رو هم پیش میاره قدرت، وقتی که به قول آقای خمینی قدرت نمیتونه، میگه که من با هیچ کس عقد اخوت نبستم. حالا جامعه سیاسی وقتی که اصیل بدون قدرتو، وقتی که اصیل بدون قدرتو میگه خامنه ای نه من آره، خامنه ای نباشه من برم، من بیارم سر قدرت. اون وقت توی اون تشکیلات با تشکیلات مخالف میاد میگه که نه تشکیلات تو، نه تشکیلات من باید دست بالا رو داشته باشیم و هجمونیک باشیم. حالا اون چیزی که خیلی بارزه در تجزیه طلبا هست که میگه که مثلا کردستان یا میگه آذربایجان، اون وقت معلوم نیستش که تو این جلسات چه جور با هم دیگه دعوا دارن که آقا مرز و خط با هم جلسه میذارن و با اون بودجه های آنچنانی جلسه میذارن که کردستان و الاهواز و عرض کنم که بلوچستان و حالا اون که اونور کشوره، ولی اینا که در شرق قرار دارن، بالاخره کردستان از کجا شروع میشه به کجا تموم میشه؟ عرضم به خدمت شما الاهواز کجا شروع میشه یا آذربایجان جنوبی از کجا شروع میشه کجا تموم میشه؟ خب این دلیل بی‌اعتمادی بین حتی گروه های تجزیه طلب که بودجهشون از یه جا میاد ظاهر میشه، و بیشتر از اون باعث عدم اعتماد مردم میشه به جامعه سیاسی. جناب آقای صدارت، ما ممنون از دوستان، ولی یه خواهشی که داریم چون اینجا اگر بخوان که دوستان همه صحبت کنن 3 دقیقه رعایت بفرمایید صحبت ها رو، بعد دوباره دست بلند کنید، ممنونتون میگم در خدمت. یعنی اجازه میدن این جمله رو تموم کنم؟ میتونم الان قطع کنم مرزم ادامه بدم؟ اونی که گسست بود و گسل بود و خندق بود و دیگه نیست، اون فاصله بین به اصطلاح مردم بود با خط‌کشی‌هایی که جامعه سیاسی و دولت ایران انجام میداد. اون اومد نشون داد، شهادت کمتر از شهادت نیست، قتل دولتی هست ولی یک شهادت هست، کمتر از این نیست، اون بهایی که داره رو بهش بدیم. اون قتل دولتی جرقه ای زد به انبار باروت خودساخته رژیم ولایت مطلقه فقیه که مردم به خاطر تجاوز به حق یک زن ایرانی قلبشون به صدا در اومد، قلبشون به لرزه در اومد. چرا؟ به خاطر این، نه به خاطر اینه که زن بود فقط که بود، نه به خاطر اینکه کرد بود فقط که بود، به خاطر اینکه یک انسان بود. برای اینه که حقوق همه مکانی هستن، همه زمانی هستن و بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستن. فقط به این ترتیب هستش که اون گسل‌ها برداشته میشه بین تمام مردم که شده و اصلا از خارج از مردم ایران رفته، به تمام دنیا رسیده و در جامعه سیاسی هم اگر که دنبال روی این حق طلبی مردم ایران نباشه، مثل گذشته منزوی خواهد شد و خواهد بود و از خارج خواهد شد. ممنونم، میکروفون آن. ممنون از شما. خب ممنون. در ابتدا آقای شایگان دست بلند کردن. آقای شایگان بفرمایید، ما میشنویم شما رو، در خدمتون هستیم. بله، درود عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز، همه همکاران و میهمانان گرامی.
من در مورد صحبت‌های آقای آهنگری یک مطلبی رو می‌خواستم عرض کنم که البته آقای صدارت یه بخشش رو عنوان کرد که این خندقی که آقای آهنگری فرمودن به نظر من این خندق خندق سیاسی بود. ما جامعه رو باید به دو بخش سیاسی و همونطور که آقای صدارت گفتن جامعه رو به دو بخش سیاسی و مدنی یا اجتماعی تقسیم کنیم. جامعه اجتماعی ما، جامعه مدنی ما فکر می‌کنم خیلی کمتر دوچاره خندق بود. درسته دور بودن ولی بودن با هم. نمونهش رو اگر بخوام بگم از حوادث طبیعی که توی طول این 40 و چند سال رخ داد و مردم همیشه در کنار هم بودن، به هم کمک کردن، رو میتونم بگم تا پیوندهایی که بین اقوام مختلف وجود داره. یعنی یک ترک با یک گیلانی، یعنی آذربایجانی با یک گیلانی، یا یک آذربایجانی با یک کرد یا غیره، با هم پیوندهای خانوادگی و فامیلی دارن. اینا بنابراین نمیتونه یک خندق بوده باشه. این خندق خندق سیاسی بوده که سیاسیون برای خودشون ایجاد کرده بودن و فکر میکردن که باید ایجاد بشه. حالا به چه دلیل من نمیتونم، یعنی من فردی که کارشناس سیاسی باشه نیستم، ولی در مجموع در مورد ژینا من اگر بخوام بگم، من میخوام اینطور عنوان کنم. امروز من یک ویدیو کلیپی دیدم که یک عبارت خیلی جالبی رو به کار برد. من میخوام اون رو بیارم تو بحث انقلابی که در حال حاضر هست. ببینید، یک بذری بوده توی ایران که نیاز به بارندگی، نیاز به آب و آفتاب داشته. به نظر من ژینا شد بارانی که این بذر رو به رویدن تبدیل کرد. یعنی این انقلابی که ما در حال حاضر داریم میبینیم ثمره اون بذرش بوده. نیاز اون بذر آبی بوده یا بارانی بوده که ژینا اون رو تأمین کرده. حالا به هر دلیل، من کاری به اینکه ایشون کرد بوده یا سنی بوده یا هرچی، ایشون یک خانوم بوده، یک شهروند ایرانی بوده و بهش ظلم شده و بهش حقوق حقش اصلا پایمال شده. فقط همین. ممنونم که وقت در اختیار من گذاشتی. ممنون از شما جناب آقای شایگان. من در یک جمله جواب به شما خواهم داد که اینکه شما تفرقه بنداز و حکومت کن، یعنی با تفرقه اندازی این دولت جمهوری اسلامی حکومت میکنه. آقای نقشبندی، مایک بر شما آزاد هست، ما میشنویم شما رو. خب مرسی دوستان، خسته نباشید، امیدوارم که حال همگی شما خوب باشه و سپاسگزار از آقای آهنگری هم که دعوت ما رو قبول کردن این شب با ما بودن. من میخوام یک بحثی رو ادامه بدم، دوباره سعی میکنم در این بحث شاید یک خورده به جوهر اختلافات بپردازم. میدونید چه جوریه؟ وقتی که در مورد به اصطلاح بگیم فاصله هایی که درون جامعه در طیف های گوناگونی بود، اگر بخوایم حرف بزنیم، شما نگاه بکنید، من همونطوری که بارها گفتم، ببینید در بلوچستان چه میگذره، تهران نسبت به اون چه عکس العملی نشون میده، تبریز نسبت به اون چه عکس العملی میده و دیگر شهرهای دیگر نسبت به اون چه عکس العملی میدن. این آیا واقعا یک به اصطلاح بگیم فاصله عمیق نیست که به اصطلاح بگیم هم طیف سیاسیش رو گرفته هم طیف اجتماعیش رو گرفته؟ در مورد کشتار کولبران در کردستان، سوختبران، حالا کشتارها در هر جای دیگر، وقتی که اینها نمیتونه به اصطلاح بگیم درون جامعه مشکل و به اصطلاح بگیم برای جامعه به اصطلاح بگیم مشکلی رو به وجود بیاره که به نسبت به اون بی تفاوت بشن، اتفاقا همون چاله ها و همون به اصطلاح بگیم فاجعه ایست که آقای آهنگری از دید من به درستی به این مسئله اشاره کردن. اینم به این معنا نبود که به اصطلاح بگیم کسی متهم بشه به اصطلاح بگیم در این نقشی داشته یا به اصطلاح بگیم بوده، بلکه این رو در زمانهایی به وجود آوردن. من همونطوری که بارها در این مورد گفتم، وقتی که جنگ کردستان شروع شد، حکم جهاد بر علیه مردم کرد صادر شد، شما ببین اون موقع جنگ ایران عراق هم شروع نشده، بخاطر اینکه بعضی از دوستان اشتباه نکنن بگن با عراق همکاری شده، نمیدونم فلان شده، جنگ ایران عراق هم شروع نشده بود. از خیلی نقاط ایران برای
جهاد به کردستان می اومدن. حالا نمیخوام این رو به اصطلاح بگیم ادامه بدم، این رو کوتاه بیارم و در کل میپردازم به بحثی که بعضی از دوستان همیشه یک سیاست های دایجان ناپلونی همیشه درون اون جامعه بوده که دیگران چون میگه الاهواز تجزیه طلبه از اسرائیل پول میگیره، کردها چون میگن دموکراسی حتما باید مزدور اسرائیل یا فلان باشن، چون تجزیه طلبن نمیدونم به این موضوع خطرناکن، ولی هیچ موقع دلیل این رو نمیگن که چرا اینا تجزیه طلب میشن. بعدش هم چی هست که قضاوت بکنه جناب عالی یا جناب بنده یا فلانی، حالا بنده هم باید بگم فلانی هم چون مثلا به اصطلاح بگیم ملی، به اصطلاح البته این رو میگم چون من تصور نمی کنم اینا ملیان، من فکر میکنم تمامیت خواهانی که همیشه در نزد از دیدشون تفرقه درست کردن، شما نگاه بکنید 120 بعد از دوران مشروطه تا به امروز موضوع تجزیه طلبی رو مطرح کردن، بجز حاکمان ایران و بجز حاکمیت ایران تا الان هیچ کسی ایران رو تجزیه نکرده. یک بار بحرین رو دادن، در پیمان الجزایر قسمتی از ایران رو دادن و در هر کدوم از پیمان هایی که بوده و همین الان قلمرو روسیه در به اصطلاح بگیم موضوعات ایران، تمام اینها رو میبینیم اینها هیچ کدومش نیست. ولی حساسیت بر اینه که عده‌ای به اصطلاح بگیم به نوعی خودشون رو میخوان پشت ایرانی بودن قایم بکنن و بخوان اتهاماتی رو به دیگران بزنن بدون اینکه هیچ سند یا هیچ گونه چیزی هم باشه. مثل اینه که بنده بگم اگه کسی که ایران دوسته مزدور روسیه است، همینطوری به همین سادگی و به همین سادگی این حرفا رو هم بزنیم و در کل هم سعی بکنیم با این بخوام یک ایران قدرتمند رو درست بکنیم. پس اگر خواهان یک ایران قدرتمند و خواهان یک ایران خوب هستی، چرا به این موضوع نمیپردازی که ایران کشوری است کثیرالمله، این ملیت های گوناگون درون این کشور خواسته هایی رو دارن و در مورد خواسته های اونها و با هم خوب زندگی کردن و با هم بودن برنامه‌ای رو ارائه بدی، تا اینکه دوباره سیاست های دایجان ناپلونی، این دو گرم چربی تجزیه طلبی داره، این آقا 3 گرم تجزیه نمیدونم مال احواز فل، این اتهامات و این موضوعات اتفاقا چنین فاجعه‌ای رو به وجود آورد. مرسی. متاسفانه همین هست که شما میفرمایید، فقط انگ دشمن و انگ تجزیه طلبی میزنند. خب آقای صدارت گرامی، دوباره من مایک رو برای شما باز میکنم، ما در خدمتون هستیم، ضمن اینکه دوستان حتما رعایت 3 دقیقه رو بفرمایید. مرسی. بسیار خب، ممنونم ازتون. خیلی برام خوشاینده، دلم گرم میشه وقتی که میبینم جناب علی به عنوان گرداننده جلسه از دشمن درست کردن و دشمنی در اون 30 ثانیه که فرصت پیدا میکنید اسم میبرید و در اون قبلش از تفرقه بیانداز و حکومت کن ذکر میکنید. این نشون دهنده این هستش که اصلا داستان یه چیز دیگه ای شده. بسیار زیبا گفتن آقای رضا شایگان، احتمالاً طبع شعر و اینها دارد، که ذکر کردن از بذری بوده که 43 سال پاشیده شده، جینا یه مرتبه یک بارونی بوده که اونو رویانده. آقای آهنگری عزیز، داستان این شکلی هست الان، فرق کرده با اون موقع که من و شما صحبت کردیم. اون موقع که من و شما با هم دیگه صحبت کردیم که زیادم دور نبود، شاید 4-5-6 سال بیشتر نبود، من اتفاقا راجع به همین قضیه بلوچستان و این محرومیت هایی که در بلوچستان هست، الان آقای نقشبندی هم صحبت کردن، راجبش صحبت کردم. یکی از همراهان نزدیک شما که در اونجا بود، با هم آمدید و با هم ظاهرا رفتید و یا خیلی به نظر نزدیک می اومدید، گفتش که به من ربطی نداره بلوچا. این دقیقا همونیست که تفرقه، دشمنی و اون گسل ها هستش که حق بلوچ به من ارتباطی نداره و این بسیار دردناک بود که اینو بشنوم. در مورد حوادث طبیعی باز یک نکته بسیار مهمی را آقای شایگان ذکر فرمودن که مردم در کنار همدیگه بودن. اونو من به عنوان یک رفراندوم همون موقع توی سایتم در قالب یک مقاله نوشتم، یک رفراندومی. رفراندوم یعنی چی؟ نه چی؟ آره. سلبش چیه؟ و عرض کنم که اونی که مردم میخوان چیه. سلبش این هستش که ما تو رو نمیخوایم رژیم، خودمون میخوایم کمک بکنیم. راه‌ها بند اومد، هیچ کس به کمیته امام و این حرفات چیزی نداد،
اونایی که هرچی دادن به شخصهای به اصطلاح خصوصی بود که مورد اعتماد بود. راهها بند میومد که مردم میخواستن بکنن و اونا میگفتن که ما خودمون میتونیم بکنیم. میگفتن که کردا ممکنه که آدمای زیاد در راست و درستگویی نباشن، این تبلیغات رژیم ولایت فقیه، ولی میدیدیم که در یک روستایی مردم میرفتن پتو بدن، نمیدونم وسایل بدن، می اومدن جلو بزرگترها نه به ما ندید، ما گرفتیم، برین ده بالاتر، اونا نگرفتن بدین. یعنی اون یک پارچگی رو که الان داریم میبینیم در اون موقع بود و واقعا کمتر از یک رفراندوم نیست و این فرایند به قول شما جرقه‌ای که زده شد با قتل دولتی ژینا دوباره شاهدش هستیم. ببینید این یک حادثه جدا نبود. برگردیم به اون تمثیل زیبای بذر. بذر تبعیض و تجاوز به حقوق در تونس با قتل یا خودسوزی باید بگم محمد بوعزیزی پیش اومد و من الان 3 دقیقه تموم شد، بیستم یا اجازه دارم ادامه بدم؟ ممنون میشم که دوباره دست بلند کنید. بسیار لطف میکنید، مرسی. خب من در ابتدا آقای آهنگری ما که شما باز میکنید پاسخ میدید یا خانم رضاوند هم صحبتاشون رو بفرمایند، بعد شما به همگی پاسخ بدید، ایشون هم صحبت بکنن. مرسی جناب آقای آهنگری. درود و عرض ادب دارم خدمت مهمانان گرامی و همکاران عزیز. جناب آقای آهنگری، من خیلی لذت بردم از صحبتاتون. در ارتباط با ژینا، من به این اعتقاد دارم که من خودم اصالتاً کردم، ولی این برای من ایرانی بودن الان مهمه. ژینا چون خودم یه خانومم و جزی از این مردمم. اولا مشکلی که وجود داشت، ژینا فعلا واقعا تفلک به خاطر موهاش هم نبود که گرفتار شد. اومده بودن بهش گفته بودن تو ساپورت پوشیدی و مانتوت هم از اونایی که دکمه نداره و اگه باز بشه دیگران ساپورتتو میبینن. یعنی خیلی وحشتناک‌تر از یه تار مو هم حتی بود. خیلی ظلم بود. اما یه دختر جوونی به قول شما غریبه ای بود که اونجا، ولی چی شد این همه سال اتفاق داره میفته ولی الان مردم بلند شدن. میرسیم به صحبت آقای شایگان. 40 سال به طور مردم این اون درد و رنج و زخم مردم دارن به صورت بالقوه بود و نیاز به یه جرقه داشت، یه کبریتی شد که دیگه خانوم ها و دقت کنی جوون های که دلشون میخواد به طبیعت یک زن، یک دختر بچه هست، یه جوون بره بیرون، این جرقه رو زدن و خسته شدن. اون خستگی باعث شد دیگه حالت انفجار برسه. بالاخره یه روز این اتفاق خواهد افتاد و افتاد. در ارتباط با همبستگی، خب ما میدونیم همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی همیشه توی جامعه با توجه به اون که یک اعتقاد مشترک، یک احساس مشترک، تعادل بینشون وجود داره. حالا این ممکنه یه جنگ که مثلا مثل ایران و عراق اتفاق بیفته، همه با هم همدل بشن. ممکنه یک کمبود امکاناتی وجود بیاره، همه همدل بشن، با هم دیگه همراه بشن. در گذشته این همدلی وجود داشته. من مادرم همیشه میگفت مثلا ما همسایه داشتیم، بهایی بود، یهودی بود، میرفتیم پیشش، مشکلی با هم نداشتن. قبلا این چیزها یه وقت بوده، یا به قول دوستان فهمیدن سیل اومد، زلزله اومد، همه به هم کمک کردن. ولی جمهوری اسلامی گروه های انجیوهایی که به وجود اومدن، پول جمع کردن، رفتن کمک کنن، همه رو گرفتار کرد و نگذاش این گروه ها به وجود بیامد، مانعش میشد. یه کسی هم همین آقای دایی بود، یه نمونهشه، خیلی از افراد جلوی اینها رو گرفت. به همین دلیل اگر هم بله جمهوری اسلامی بعدش نمیاد که تفرقه بندازه و حکومت بکنه، مثل این طرز طلبی تهمت هایی که به گروه های مثل کردها زد، مثل به خیلی از گروه ها. اما من سوالم اینجاست، این همبستگی زیبا به هر دلیلی با هر اتفاقی پیش اومده، بلکه میخواد درد مشترک باشه، برخلاف یه حادثه، چه بکنیم این همبستگی ادامه پیدا بکنه و چه چیزی آفت این همبستگی هست که صدمه به این نزنه و ادامه بدیم؟ ما این الان شروع بشه، این نیست که الان فرض این انقلاب فردا هم پیروز بشه دیگه تمام. ما حالا کار داریم، سالها ما عقب افتادیم از پیشرفت، از دموکراسی. ما سالیانی سال باید تلاش کنیم به نقطه که تا جایی بودیم برسیم تا بعد پیشرفت کنیم. این همبستگی رو میخوان، چه چیزی صدمه میزنه به این همبستگی و اون تردید و اونها رو دوباره به وجود نیاره و اینو حفظش بکنیم با این بچه های جوونی که آگاهن خوشبختانه. ممنونم.
ممنون خانم رضاوند گرامی. آقای صدارت دوباره دست بلند کردن ولی آقای آهنگر شما اول پاسخ بدید بعد آقای صدارت پاسخ بده. بله خیلی ممنون. سپاسگزارم از نقطه نظراتی که مطرح شدن. من هم خوشحالم که عزیزان این رو دوباره میبینم که سالهای سال تلاش میکنن برای آزادی و امیدوارم که این دیدارها و گفتگوها همچنان که عرض کردم به صورت حرفه‌ای ادامه پیدا بکنه تا یه نتیجه بهتری رو از این گفتگوها بگیریم. جناب صدارت فرمودن که چرا بحران اعتماد به وجود اومده یا وجود داشته. از دید من البته خیلی مشخصه، چون ما در یک نظام سیاسی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی کانسنتره شده، متمرکز زندگی کردیم، آموزش دیدیم. مرکزگرایی در یک جامعه متمرکز همیشه اینو به وجود میاره در هر جای دنیا. الان بیایی نظام سیاسی سوئیس رو پس از گذشت چند صد سال دموکراسی بیایی متمرکزش بکنی، این بحران اعتماد به وجود میاد دیگه. فرانسوی زبان به آلمانی زبان، آلمانی زبان به ایتالیایی زبان، اونا همه به رومانشا، رومانشا هم به همه بی‌اعتماد میشن. یه چیز خیلی خیلی طبیعیه. چرا؟ چون اساساً یک نظام تمرکزگرا مشارکتی نیست. شمایی که عضو متفاوت یک جمع هستی، مشارکت ندن شما رو در یک پروژه‌ای، دیگه یواش یواش شک میکنی دیگه، احساس بیگانگی میکنی دیگه، فاصله به وجود میاد، عدم اعتماد به وجود میاد، عدم همکاری و همراهی به وجود میاد. حالا از ظلم و تبعیض و ستم و چی میدونم اینا هم بماند از طرف مرکزگراها یا مرکز. پس به دلیل اینکه ما حداقل در 100 سال گذشته به طور مشخص از پهلوی اول تا به امروز دارای یک نظام متمرکزی بودیم، تمرکزگرا بوده، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، مذهبی، سیاسی، همه نوعش، حتی اگه جنسیتی حساب بکنیم مرد سالارانه بوده نسبت به زنها. خب طبیعیه این مشارکت رو از بین میبره. مشارکت که نباشه، مثلا اگر من حق مشارکت در سرنوشت سیاسی این کشور رو نداشته باشم، احساس بیگانگی میکنم، احساس دوری میکنم و این باعث میشه که بحران اعتماد به وجود بیاد. پس اینکه چرا ما دارای بحران اعتماد هستیم، از دید من در مرحله اول و بیش از هر چیزی این نظام سیاسی تمرکزگراست که باعث شده که این به سبب بحران اعتماد وجود بیاد. جناب شایگان فرمودن که جامعه مدنی کمتر دچار این خندق ها بوده. بله درسته، این کاملا مثلا همون نمونه هایی هم که ایشون فرمودن، یا زلزله کرمانشاه که مثلا پیش اومد، یا سیل لرستان، یا قبلن یادمه مثلا زلزله منجیل و رودبار و غیره و غیره. بله تو این جور مواقع جامعه، البته نه جامعه مدنی، بگیم جامعه، یعنی جامعه به معنای محض اون دیگه، نه سیاسیش، نه مدنیش، نه غیرش، طبعا جامعه مدنی خیلی کمک کننده بودن و نقش حتی میشه گفت رهبری رو بر عهده داشتن. مثلا در زلزله کرمانشاه میشه گفت که جامعه مدنی رهبری این همیاری و همبستگی سراسری رو میکرد. جامعه مدنی مثلا در این منطقه، در این شهر، در انجمن فلان، انجمن فلان، از شهرها مناطق گوناگون داشتن این رو هدایت میکردن، به نوعی رهبری میکردن. اما فارغ از حالا انجمن و جامعه مدنی و جامعه سیاسی، بله جامعه این گونه است، جامعه کمتر دچار این خندق است. اما این به این معنا نیست که این جامعه همیشه این گونه میمانه، همیشه اینجوری نمیمونه. همین جامعه دچار جنگ داخلی هم میشه، همین جامعه رو میشه دچار دنگ 72 ملت کرد، همین جامعه در اروپا، در قلب اروپا
دوچار جنگی میشه که بیش از 50 میلیون کشته رو برش تحمیل میکنه. همین جامعه رو میشه در هر جای این دنیا دوچار جنگ مذهبی کرد، جنگ اتنیکی کرد و غیر و غیره. همین جامعه در آمریکا شمال و جنوبش با هم دیگه سر یک سری مسائل با هم دیگه جنگ میکنن، در اسپانیا، در پس. نه اینکه دلمون خوش نباشه به این وضعیت ایدئالی که جامعه ما داره، چرا باید دلمون خوش باشه، اما ما نباید تمام امیدمون به این ویژگی برجسته جامعه هم خلاصه بکنیم، چون همیشه فاکتورهای دیگری وجود دارن که میشه همین جامعه رو دچار جنگ 72 ملت بکنه. کافیست بین شیعه و سنی بخوای جنگ را بیندازی، کافیست بین کرد و ترک یا بین عرب و فارس یا بین عرب و لور یا بخوای بین بلوچ و فارس جنگ را بیندازی، میتونی، این امکان وجود داره. پس ما اینه که عرض کردم برخورد حرفه‌ای بکنیم، حالا در سوال بعدی هم به این پردازم، برای این بود که ما بتونیم با برخورد حرفه‌ای با این مسائل، با این تفاوت‌ها، با این رنگارنگی، با این اختلافات، با این پیشینه‌ای که داریم که پیشینه زیاد جالبی هم نیست در برخی حالا لحاظ، بیم برخورد حرفه‌ای بکنیم، یک نظام سیاسی دموکراتیک قوی دارای استخونبندی خوب درست بکنیم که به راحتی از بین نره یا دوچار به حساب فروپاشی نشه. سرکار خانم رضاوند فرمودن که چیکار باید بکنیم که این همبستگی ادامه پیدا بکنه. برمیگردم به همین سوال، از ادامه این سوال قبلی، این همبستگی برای همیشه نمیتونه ادامه پیدا بکنه اگه برخورد حرفه‌ای باش نکنیم. این مثل اینی که از یک کسی بخوای که تا آخر عمرش فقط قدم بزنه، نمیشه. این فرد در مسیر این قدم زنیش، حالا هر چند هزار کیلومتر هم باشه، به ایستگاه‌های نیاز داره که یه استراحتی بکنه، به کفش و چه میدونم امکاناتی نیاز داره که بتونه این مسیر رو باهاش بره، به تفریح و استراحت‌های ویژه‌ای نیاز داره که بتونه این خستگی رو از تنش در بیاره و الی آخر، وگرنه هیچ کسی نمیتونه ممتد بره. همبستگی فعلی در بین ایرانی ها هم چه در خارج از کشور چه در داخل کشور هم به همین شیوه است، نمیتونه همیشه ادامه پیدا بکنه اگر ما نتونیم یک سازوکار درست حسابی مدرن امروزی رو براش خلق بکنیم که مثل یک ساختمان که انواع، مثلا یک نقشه کش وقتی که میاد نقشه یک ساختمان رو حساب ترسیم میکنه، خطوط کلفت و دراز هم داره، خطوط کوتاه و باریک هم داره، ولی همه این خطوط، چه اونی که خیلی کلفت و درازه چه اونی که خیلی کوتاه و نازکه، یک ساختمان رو تکمیل میکنن. نمیشه گفت که این خط که میشه این دیوار این نباشه چون مثلا کوتاهه، چون مثلا نازکه، نمیشه، همه باید باشن. پس ما بر اساس یک معماری سیاسی که برگرفته است یا برآمده اندیشه سیاسی مدرن امروزی است، بر اساس این رسشی که یا اون نتیجه‌ای که بشر امروزی تا به الان از فلسفه حق گرفته که دیگه برآمدش یا نتیجه‌اش میشه منشور حقوق بشر، بر اساس اون تجربه‌ای که جهان دموکراتیک و توسعه یافته الان داره عرضه میکنه و در و موجود هست، مثل کشورهای اروپای غربی و به هر حال آمریکا و استرالیا و اینا، و بر اساس و بر بستر این تاریخ سیاسی اجتماعی فرهنگی خودمون، یعنی با در نظر گرفتن این بک‌گراند و ریشه یا بستر سیاسی اجتماعی خودمون، بیایم یک ساختار مناسب، یک نظام حقوقی مدرن امروزی مناسب با این تنوع رو ما بتونیم تعریف بکنیم و ترسیم بکنیم. وگرنه ما به صورت محض
فقط با هیجان و شعار بخوایم این همبستگی برای همیشه ادامه پیدا بکنه، بنده خودم شخصا این امید رو ندارم، همچین انتظاری هم ندارم. چون فکر میکنم احتمال این که بشه برای یک مدت طولانی همبستگی خام، این همبستگی توده‌ای رو حفظ کرد خیلی کمه. اینجاست که من بیشتر به اون برخورد حرفه‌ای با وضعیت امروز تاکید میکنم که نقش سیاسیون اینجا برجسته تره. ما نباید، من خیلی مخالف این نوع برخوردهایی هستم که حتما شنیدین و خوندین، یه دفعه میبینی یه کابینه دولتی رو منتشر کردن، این سلبریتی توش هست، اون سلبریتی توش هست، موسیقیدان توش هست، نمیدونم فلان. چرا؟ چون فالوورشون زیاده. این برخوردهای خیلی عوض میخوام غیر حرفه‌ای ناشیانه به درد ما نمیخوره. آینده ایران یا ایرانی دیگر رو نمیتونه سلبریتی بسازه. اصلا نباید ایران رو بدی دست سلبریتی. ایرانی که از دالان طوفان زده این حوادث داره گذر میکنه رو نمیشه یه سلبریتی، کسی که فالوورش زیاده، اداره بکنه یا بدی دست این. به ایالات متحده آمریکا نگاه بکنید. ایالات متحده آمریکا و انسان‌های جهان وطنی مثل مدیسن و جورج واشنگتن و ابراهام لینکلن اینا ساختن. به خاطر همینم هم لقب پدران بنیانگذار رو بهش میدن. باید انسان‌های بنیانگذار در این چند سال پیش رو نقش بازی بکنن، انسان، نه پدر نه مادر، انسان باشن، حالا چه زن چه مرد فرق نمی کنه. کنون و آینده ایران رو دست کم نگیریم، شوخی نگیریم، احساسی برخورد نکنیم. شوخی نیست، ایران یک کشور مهمیه. ایران چه در جهت منفی بردار حرکت بکنه باز مهمه، امنیت جهان و خاورمیانه رو به خطر میندازه، خاورمیانه رو جهنم میکنه، چه بره رو قسمت یا در مسیر مثبت بردار حرکت بکنه، کشور بسیار مهم میخواهد شد و تأثیر در صلح جهانی خواهد گذاشت، چه برسه به منطقه‌ای. ایران یک کشور مهمیه. ایران بورکینافاسو نیست که کودتا بشه یا کودتا نشه هیچ اثری در دنیا نداشته باشه. ایران حتی مثل عراق نیست، ایران مثل سوریه نیست. ایران کشوری است که چنان اهمیتی داره در هر دو جهت، بر صلح و جنگ در منطقه میتونه تأثیر بذاره. نکته آخری که میخواستم عرض بکنم اینه که یادمون باشه ما داریم نظم جهانی رو قلقلق میدیم. کاری رو که ما شروع کردیم، حالا نه فقط بر انقلاب ژینا، از همون اوایل فکر کنم یکی از سوالام این بود در رابطه با ما، موضوعمون، ما موضوعمون قبل از همه روشن بوده، تقریبا قبل از ما کسی نبود، نه کسی قبل از کردستان و نه کسی به اندازه کردستان مخالف جمهوری اسلامی بوده. ما دلیلش هم اینه که رهبران سیاسی ما ایدئولوژیک نبودن، مذهبی نبودن، دنبال اسلام نبودن، انقلاب اسلامی نمیخواستن. خیلی مشخص یک جمهوری سکولار دموکراتیک میخواستن. دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان می‌خواستن. خیلی مشخص بود. جمهوری اسلامی هم با این نوع نگاه دشمنی داشت. دشمنی ما هم با جمهوری اسلامی از همون روز اول شروع شد. 12 فروردین 58 به طور مطلق کردستان بایکوت کرد. خیلی جاهای دیگه بایکوت نکردن. پس برگردم به اون نقطه خیلی مهم، نقش خودمون رو کم نگیریم.
از همون اول تا الان ما از پس از 22 بهمن 57 که مخالفتمون با جمهوری اسلامی شروع شده، در واقع داریم به نوعی با جهان رویارویی میکنیم، به ویژه با ابرقدرت ها. چون ما میخواییم نظم این منطقه و جهان رو عوض بکنیم. انقلاب ژینا رو فقط کشته شدن یک نفر و یه چنج رژیمی در داخل ایران تصور نفرمایید، اصلا نظم جهان رو هدف قرار داده، اصلا هارتلند و ریملند رو داره عوض میکنه، مرزهاشو، مرزهای جغرافیای ژئوپلیتیک روسیه و آمریکا رو داره دستکاری میکنه. میزان ببینید چرا سوریه فروپاشی نمیکنه، چرا تونس پس از یک سری اعتراضات رژیمش عوض شد، لیبی عوض شد، چرا مال سوریه عوض نمیشه، چرا بیش از 1 میلیون نفر، حالا 1 میلیون نفر کشته شدن، بیشتر نمیدونم چندین میلیون، 19 میلیون نفر، شاید بگم 12 میلیون، نمیدونم دقیقا چنده، منو لطفا اصلاح بفرمایید، آواره شدن. این همه بلبشو و جنگ 72 ملت، داعش یک طرف، بشار اسد یک طرف، یک قسمت دیگه هم که دست کرد، اصلا چرا این کشور از هم نمی پاشه؟ دلیلش چیه رژیم بشار اسد هنوز سر پاست؟ بحث ژئوپلیتیک منطقه در ظرفی به نام هارتلند ریملند که در واقع رویارویی شرق و غربه، ما داریم به این دست میزنیم. ما میخواییم جمهوری اسلامی که مستعمره ایران رو مستعمره روسیه کرده از چنگ روسیه در بیاریم، از چنگ چین و روسیه در بیاریم، میخواییم مستقلش بکنیم. شوخیست مگه این؟ ما میخواییم جمهوری اسلامی رو که خاورمیانه رو به جهنم تبدیل کرده، یمن رو اینجوری کرده، عراق رو اونجوری کرده، سوریه و لبنان رو اینا رو اینجوری کرده، میخواییم اینو حلش بکنیم. خب شوخی نیست. پس ما داریم نظم جهان رو قلقلک میدیم. به همین دلیله افرادی که میخوان در مورد آینده ایران حرف بزنن، من به همین راحتی بهشون گوش نمی کنم، به همین راحتی ازشون حرف نمیشنوم و قبول نمی کنم. باید دارای چونان سایزی باشن که توان بازی در این معادلات رو داشته باشن. حالا طرف 2 میلیون فالوور داره، خب که چی مثلا؟ اونایی که فالوور زیاد دارن میتونن یه روز نمیگم اصفهان، شهرزا رو به حساب تعطیل بکنن. در انقلاب ژینا خیلی از حرفایی رو که من قبل از انقلاب ژینا میزدم و مرکز گرایان حمله بر خودستایی یا حتی بر یعنی علیه من موضع میگرفتن مشخص شد. وقتی که بنده عرض می کردم قبل از انقلاب ژینا کردستان یک منطقه تشکیلاتی است با تهران و اصفهان فرق می کنه، الان معلوم شد. این همه سلیبریتی از جناب آقای رضا پهلوی گرفته تا آقای نمیدونم علی کریمی، چرا نمیتونن تهران رو مثل کردستان وارد صحنه مبارزه بکنن؟ هفته آبان چی شد؟ چه تجمعی شد؟ چرا در کردستان با یه بیانیه تمام کردستان تعطیل میشه؟ نه یه بار، نه دو بار، در 2 هفته 4 بار. و 40 ژینا چون این حماسه ای آفریده میشه، ولی همچنان حماسه ای در شهرهای دیگه
رو شاهد نیستیم. دلیلش اینه که کردستان یک جامعه تشکیلاتی است، یک احزاب ریشه داری داره. ما که نمیایم همین سرنوشت رو اینجوری بدیم دست اون نمیدونم آوازخان و نمیدونم اون فوتبالیست و نمیدونم اون روزنامه نگار و نمیدونم. نمیشه که عزیز من. ایران شوخی نیست. انسان‌هایی باید در مورد ایران در رابطه با سرنوشت ایران دخالت بکنن که سایز ذهنشون جهانی باشه، معادلات رو درک بکنن، علم و تجربه ای در این زمینه داشته باشن. ممنون میشم جناب آقای آهنگری. بله تموم شد. خصوص اصل اون مطالب خود جلسه صحبت بفرمایید و دوستان زیادی هم دست بلند کردن، مرسی. بله حالا من در مورد دارم سوالات، چون سوالاتی مطرح شده به خاطر این، وگرنه پس در مورد آینده ایران باید با دقت بسیار زیادی و به صورت حرفه‌ای برخورد بکنیم. اگر برخورد نکنیم، نه این همبستگی ادامه پیدا نمی‌کنه، به نفع جمهوری اسلامی تموم میشه و شاید و حتما نشاید فاکتورهای خیلی قوی تر از بنده و حزب بنده هم در ساحت سیاسی وجود دارن که میتونن به نفع خودشون آینده رو رقم بزنن، نه به نفع من خواهد، به نفع تک تک شماهای عزیزانی که در این جلسه هستید. پس سعی بکنیم نسبت به آینده برخورد حرفه‌ای بکنیم با نگهداشت این تنوع و تکثر بر اساس یک دموکراسی مدرن امروزی مبتنی بر منشور حقوق بشر، با تجربه گرفتن از تجارب کشورهای دموکراتیک توسعه یافته بر بستر تاریخ اجتماعی خودمون نسبت به آینده مشورت و گفتگو بکنیم تا یک نتیجه پایدار و با دوامی ازش بیرون بیاد. خیلی ممنون. ممنون از شما جناب آقای آهنگری. جناب آقای صدارت ببخشید که خیلی وقتم از دستتون بلند هست، بفرمایید صحبت بفرمایید، فقط تایم جلسه هم در نظر بگیرید چون نیم ساعت دیگه بیشتر وقت نداره. مرسی. بله دقیقا اگه بخوام بگم 22 دقیقه منتظر اشکال نداره، من سعی میکنم به همون 3 دقیقه پایبند باشم. در مورد سلبرتی و کسان دیگه در مقابل اونها ایشون صحبت کردند و اسامی را در امریکا ذکر کردن آقای آهنگری، من توصیه میکنم که به کارهای تحقیقاتی کرمیت روزولت، که روزولت دیگه اسمش مشخصه، نتیجه اون رئیس جمهور بود و ارتباطاتی هم با اون کسی که در ایران کودتا کرد داره، اونو برید ببینید، اون وقت ممکنه نظرتون راجع به همون اسمایی که گفتید در امریکا یه خود عوض بشه و یه جور دیگه ای بگید. من همینجا میخوام دعوتمو تکرار بکنم با آقای آهنگری برای یک بحث آزاد، برای یک گفتگو بسیار بسیار دوستانه. اون موقع هم گفتم که یا به صورت خصوصی، ولی ترجیحاً به صورت عمومی، فکر میکنم که الان به خصوص جای داره که این کارو بکنیم. با شما در این زمینه موافقم آقای آهنگری، نظام تمرکزگرا رو نفی میکنید. من بسیار 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 حساسیت شدید نسبت به این قضیه دارم و در این نفی شما هم صدا هستم. دوست عزیزمون فرمودن که خانم رضاوند که کردم هستن چه بکنیم که همبستگی ناپدید، آفت همبستگی چیست؟ اونی که من ازش میتونم ذکر بکنم به عنوان شاید تنها عامل، اگه نه خب مهم، یکی از مهمترین عامل اینه که حقوق رو بذاریم وسط، حقوق رو بذاریم به اصطلاح معیار. ببینید الان شما گفتید که جنگ 72 ملت میشه و احساسی رفتار نکنیم و حرفه‌ای برخورد بکنیم و در زمین حرفه‌ای برخورد کردن و به تعداد بسیار مکرری ذکر کردید، ولی هنوز مبهمه که معنیش چیه. یه موقعی مثلا این پیچش دست شما باشه یا هر کس دیگه باشه که هر کسی بخواد یه جوری برخورد بکنه شما نپسندید، بگید این حرفه‌ای نیست و نفیش بکنید. حالا این گیر و گورا توش پیش نمیاد اگر که بگیم که برخورد بکنیم، فعالیت بکنیم با کانون و با مرکزیت حقوق، حقوقی که همه مکانی، همه کسانی بدون هیچ تبعیضی و همه زمانی هستن، همه کسانی بدون هیچ تبعیضی هستن. خب الان میایم توی مثال محمد بوعزیزی رو زدم که چطور یه مرتبه دنیا منفجر شد، در لااقل در دنیای عرب.
حالا برگردیم به یکی جدیدترش، اون آقای جورج فلوید. صرف نظر از اینه که چه سابقه ای داشت، ایشون در دست قدرت، در دست پلیس کشته شد. یه عده اومدن سوء استفاده کردن از این جنبش. یه جنبشی شد که تمام دنیا رو فرا گرفت، همه مکانیه برای اینکه حقوق. توی انگلیس اومدن مجسمه بردهدارا رو کشیدن پایین به خاطر اینکه این آقایی که کشته شد سیاه پوست بود. ولی یه عده اومدن سوء استفاده بکنن، یه عده سیاه پوستا اومدن سوء استفاده بکنن از کشته شدن یک سیاه پوست، تجاوز به حق یک سیاه پوست. اینجا بود که متاسفانه اون جنبش به بیراهه رفت و خشونت ها درش شروع شد. آقای آهنگری همچی چیزی نگفتن، لااقل مستقیم و واضح نگفتن که در این جنبشی که هست بایستی که همونطور که مثلا در امریکا سیاه پوستا حق ویژه‌ای داشتن چون یک سیاه پوست کشته شد، به خاطر اینه که در کردستان این جنایت ها به کوردها شده که اونو نمیشه اصلا نفیش نکرد، مثلا هموطنهای کرد ما یا از اونور بلوچا که سوخبرا هستن، اونا یک حق ویژه‌ای رو بخوان، مثل اون کجروی‌ای که در امریکا شد و اصلا جنبش، عرضم به خدمت شما، جنبش حق طلبی مردم رو به بیراهه برد برای اینکه تبعیض آمیز بود به نفع سیاه‌پوستا. ما می‌خوایم این قتل دولتی ژینای عزیزمون رو یک سکوی پرتابی بکنیم به سمت رفتن به دموکراسی. برخورد حرفه‌ای هم لازم هستش که توضیح داده بشه که معنیش چی هست. آخه این چیه که برخورد حرفه‌ای است؟ شما ناامید هستید از این همبستگی که ایجاد داره؟ چرا که این انقلاب رو خام خواندید، خام دونستید؟ به نظر من این انقلاب بسیار پخت است، 40 و چند روز ازش میگذره، بدون قدرت‌های خارجی، بدون اسلحه، بدون پول، کاملا خودجوش، کاملا ریشه‌ای داره شروع شده و داره ادامه پیدا میکنه، برای اینکه تا الان که هست به علت اون مسئله‌ای که ذاتی همه هست، کرد و بلوچ و ترک و فارس و همه چی، ایرانی و اسرائیلی. چقدر زیبا بود که هموطنان ایرانی ما در اسرائیل اعتراض داشتند به دولت اسرائیل که چرا از جنبش مردم ایران بنزه کافی یا اصلا نمی کنی، پشتیبانی نمی کنی. البته من یادم آقای آهنگری در اون جلسه که بودیم در مورد استقلال داشتیم صحبت می کردیم، الان هم یه اشاره کردن در ابتدا بدون که کسی حرفی زده باشه، گفتن که هر کسی که ما رو متهم بکن که از اسرائیل داریم کمک می کنیم از اونها به دادگاه شکایت می کنیم، و همه به هم نگاه کردن، هیچکی به یادش نیومد که کسی ایشون رو متهم کرده بود که داره از اسرائیل پول می گیره یا اسلحه می گیره یا چیزی. ولی الان هم شما گفتید که رویایی شرق و غرب در ایران، و کاملا درست گفتید، و فرمودید از چنگ روسیه در بیاریم و مستقلش بکنیم. آیا به نظر شما بهتر نیستش که حقوقی حرفه‌ای عمل بکنیم و از چنگ هم روسیه و هم چین و هم اسرائیل و هم انگلیس و هم آمریکا و اصلا تمام دنیا در بیاریم، بدیمش به مردم ایران، بدیم هم دست ما نیست، پشتیبانی بکنیم از اینه که اسرائیل نیاد به یک کسی پول بده، اسلحه بده یا چطور، و بخواد بعد البته یادمه که شما فرمودید که در منطقه اسرائیل بسیار دولت دموکراتیک پیشروی هست که اونم با تعجب خیلی زیادی روبرو شد. الانم میبینیم که آقای نتانیاهو هم است که داره دوباره انتخاب میشه. من فکر میکنم 3 دقیقه تموم شده یا نشده، ساعت نگاه نکردم، ببخشید، به من بگید لطفا. ممنون از شما. بله 3 دقیقه شما پایان رسید، لطفا بعد هر موقع فرصت شد دوباره حرف بزنید. بله حتما، مرسی از شما، مرسی از صحبت های خوب شما. بعد میشنویم صحبت های آقای شایگان را. آقای شایگان بفرمایید. بله خیلی ممنون که دوباره من وقت خانم با شریفر. من یک موضوع، یک سوالی خیلی وقته که ذهن من درگیر کرده. من الان این سوال رو به عنوان یک شهروند ایرانی میپرسم، نه من خودم رو فعال حقوق بشر یا هر موضوع دیگه در حال حاضر نمیدونم، یک شهروند ایرانی. و سوال من خطاب به هر کدوم از این عزیزان است که بتونن پاسخ بدن. ببینید، من شهروند ایرانی چشم باز کردم انقلاب شده، چشم باز کردم جنگ شده، بعد از جنگ خفقان شده، بعدش قطرهای زنجیره‌ای روی دانشگاه،
88 96 98 و غیره، هواپیمای اوکراینی و غیره، یعنی هیچ وقت هیچ آینده‌ای نداشتم، هیچ وقت هیچ چیزی نداشتم. من در مورد خودم صحبت میکنم، من با بقیه آحاد جامعه نمیتونم راجع بهشون صحبت کنم، چون اونا خودشون میتونن در مورد خودشون صحبت کنن و دفاع کنن. حالا صحبت من اینه، عزیزانی که سیاسی هستید، فعال سیاسی هستید، یا عضو نهاد و گروه و حزب و فلانی هستید، در این مدت 14 چرا شما نتونستید یک اتحادی بین خودتون به وجود بیارید؟ چه جمهوری خواهید، چه سلطنت طلبی، چه هر موضوع دیگه ای، یک قانون اساسی تدوین کنید با حقوق دانا، با فعالین حقوق بشر، با فعالین حقوق زنان، محیط زیست، غیره و ذالک، مبتنی بر همه شما داریم میگین که آقا تمرکز زدائی بشود و تکثر گرایی بشود. اوکی، همه اینا خوبه، مبتنی بر قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر بشود، اوکی، ولی آیا اقدامی کردین؟ هر کدوم به تنهایی بله، اما آیا تونستیم که به یک جمع‌بندی برسیم؟ فردای آزادی، فردای این انقلاب، مگه قرار نیست که یک جامعه آزاد دموکراتیک داشته باشیم؟ چرا هنوز بعد از 14 شما نتونستیم به این نقطه برسیم که میتونین در کنار هم یک جامعه رو اداره کنیم؟ شما وقتی هنوز نمیتونین با هم دیگه سر یک میز بشینین، چطور میخواین یک جامعه رو اداره کنیم؟ من حرفم اینه، به عنوان یک شهروند من سوال میکنم. ممنونم. ممنون از شما آقای آهنگری. اگر که پاسخ میدید که ما در خدمتتون باشیم، در غیر این صورت با دوست دیگری صحبت کنیم. حتما، این نکته مهمی هم هست، ولی من میتونم این سوال رو از شما بپرسم، تا کی باید خدمتتون باشم؟ تا ساعت 20. بله، یه رو دیگه. بله، خیلی ممنون. بله، البته یه رو ساعت هم شما تأخیر کردیم، ولی اشکال نداره، هر ساعتی که شما بفرمایید که وقت داشته باشیم ما در خدمت هستم. خیلی سلام دوستان، بحثشون بلند هست که اجازه بفرمایید پاسخ بدید بعد. آره نه، اینو خیلی کوتاه، نکته خیلی مهمی. اتفاقا جناب شایگان، اولا نقلتون خیلی خیلی درسته، اما انصافا شامل حال کردستان نمیشه، چون حتما خوندین و شنیدین دیگه، احزاب عمده کردستان در مرکز همکاری احزاب کردستان با هم دیگه متحد هستن و سالهاست که این مبارزه رو با هم دارن جلو میبرن، و اتفاقا بعد از قتل ژینا اعتصاب و اعتراض در کردستان با بیانیه مرکز همکاری احزاب کردستان شروع شد، بعد دیگه به بقیه ایران کشیده شد. در سطح ساب نیشن های به ساب فدرالیست هم با صدق نمی کنه. کنگره ملیت های ایران فدرالی وجود داره که خیلی هم متحد و خیلی هم خوب دارن با هم دیگه کار می کنه. اما در دو سطح جمهوری خواهان که شامل ما هم میشه، یعنی فدرالیست ها هم میشه، چرا صدق می کنه؟ در سطح پادشاهی خواهان هم صدق می کنه. یعنی نه جبهه جمهوری خواهی به طور کلی دیگه، از احزاب کردستان گرفته تا مثلا هر جمهوری خواهی دیگری، و پادشاهی خواهان، بله، اینا نتونستن متحد بشن. این همون چیزیست که بنده عرض کردم که بحران اعتماد وجود داشت. ما قبل از قتل ژینا مشکلات بسیار زیادی داشتیم که نتونسته بودیم حلش بکنیم، اما الان من فکر میکنم برای به عنوان یک راه حل که چیکار کنیم که این مسائل رو حل بکنیم، به نظر من دست از اتحادیه ایدئولوژیک برداریم. یعنی نریم دنبال این که ما همه جمهوری خواه بشیم، ما همه فدرالیست بشیم، ما همه پادشاهی خواه بشیم. برای این اساس نمیشه به اتحاد رسیم، اصلا لزومی هم نداره به اتحاد برسیم. ما میتونیم بر اساس پروژه های مبارزاتی با هم همکاری بکنیم، مثلا همین الان آقا همه احزاب و سازمان ها مثلا دو روز دیگر رو اعتصاب سراسری اعلام بکنن،
دیگه این نه ربطی به پادشاهی خواه بودن داره، نه ربطی به جمهوری خواه بودن داره، نه ربطی به نوع فدرالیستش داره، نه ربطی به نوع پادشاهی مشروطش داره، به هیچی ربط نداره دیگه. میگیم آقا اعتصاب بکنیم دیگه، این که خیلی مشخصه. اگر بیایم روی موارد مبارزاتی، پروژه‌های عملی و میدانی با هم دیگه همکاری بکنیم، این مسئله تفرقه و پراکندی هم تا حد زیادی رو میشه حل کرد. من هیچ دلیلی نمی‌بینم که حزب دموکرات کردستان ایران بر فرض مثال اگر دو روز دیگر رو آقای رضا پهلوی مثلا دارم همینجوری میگم با هم دیگه مثلا اعلام اعتصاب بکنن مخالفت بکنه، چه اشکالی داره؟ میاییم مثلا دو روزی دیگر رو اعتصابات سراسری اعلام میکنیم کلن، که دیگه اینجا زیاد نیازی به ایدئولوژی و جمهوریت و پادشاهی و بلات من ما که جمهوری خواه میمانیم، این که تو این شکی نیست. این مسئله رو به نظر من میشه اینجوری به حساب حلش کرد. حالا سوالات بعدی رو هم بشنویم تو این به حساب یه رو باقی مانده 20 دقیقه مانده، بعدم بعد دوباره در خدمت عزیزان خواهم. بسیار عالی. خب جناب آقای طائف، ما در خدمتتون هستیم، میشنویم سوالات شما رو. بله، درود به همه همکاران و دوستان، خسته نباشید. بعد من یه چند تا مورد رو یادداشت کردم، موردام زیاده ولی خب فکر نمی‌کنم 3 دقیقه مجال باشه که همه شو بگم. جناب آهنگری فرمودن که برخورد حرفه‌ای داشته باشیم. دقیقاً جناب آهنگری، همون روزی که این اتفاق یعنی این انقلاب کلید خورد، دو روز بعدش ما اینجا فرانکفورت تجمع داشتیم. بعد خب همه ایرانی همه اومدن، از بیشتر از 2000 نفر آدم بودن. اولین برخورد غیر حرفه‌ای که شروع شد از گروه‌های کمونیستی کردستان بود که گفتن با بلندگو لطفاً پرچم‌های ایران رو بیارید پایین. هیچ کسی با هیچ کسی کاری نداشت. خب عرق ملی داره که پرچم کشورشه با علامت شیر خورشید اومده اونجا، اولین اتفاق از اینجا افتاد. دقیقاً 48 ساعت بعدش که ما اونجا رفتیم، اینجا برخورد غیر حرفه‌ای بود. خب چرا نمیذارید یک مردمی که اومدن برای کشورشون پرچمشون رو بالا ببرن؟ اگه از کوروش صحبت میکنید، اگه از حقوق بشر و منشور کوروش صحبت میکنیم، خب پرچم شاهنشاهی داشتم و بدون تاج بود، نه اینکه بیایم حالا پرچم شاهنشاهی بگیم. خب اگه شاهنشاهی هم بود باز نباید این اعتراض میکردن که میگفتن خب ما نمیخوایم تو وجهه جهانی اتفاقی بیفته، ما میخوایم فقط همبستگیمونو اینجا به نمایش بذاریم. این یه مورد بود که در رابطه با برخورد حرفه‌ای فرمودید. و مورد دیگه، در زمان 57 موقعی که انقلاب اسلامی اتفاق میفته، چه کسانی با امام خمینی همکاری داشتن و بعدن همینا میشن مخالف امام خمینی، و الان دقیقاً همین انسان‌ها، نمیخوام توهین کنم، خب نظرشونه، الان شعار چه شاه میخوایم، نه شاه میخوایم نه رهبر، مرگ بر ستمگر رو میگن. الان که ایران، تو ایران اصلا شاهی نیست، الان حکومت دست رهبره و شاهی نیست. حالا دهه‌های 57 از شاه ضربه خوردن، ناراضی هستن. حالا من اون موقع نبودم و نمیدونم الان باید حرفای خوبی که از پشت سر مثلا شاهان پهلوی میشنوم باور کنم یا بدیاشون رو باور کنم، من که اون موقع نبودم. ولی خب نسل من میتونه سبک سنگین کنه، ببینه که اون موقع چه کارهای خوبی شده چه کارهای بدی شده. ولی این شعاری که الان میگن چه نه شاه میخوایم نه رهبر، مرگ بر ستمگر، الان که ایران شاه نداره. رضا پهلوی خودش، شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی خودش صحبت میکنه، میگه آقا من نمیخوام شاه بشم. گزارشگر ازش میپرسه که نمیخوای مثل پدر بزرگت بشی؟ میگه آقا بت نسازین لطفاً، من نمیتونم مسئولیت یک کشوری که 43 سالم اینطوری ویران شده به تنهایی به عهده بگیرم و فردا هم بگین شما هم دیکتاتوری، شما هم از همه بدتر، بیاین با هم ایران رو بسازیم. من این سوالات رو از شما کردم که میخوام به من لطفاً جواب بدیم و منی که در اون دوران نبودم منو آگاه سازی که مسیر چیه، راه چیه. مرسی، ممنون از شما. جناب آقای طائف، آقای آهنگری پاسخ میدید؟ راستش یه سوال دارم اول تا پاسخ بدم. اون اول متوجه نشدم، اونی که گفته پرچم رو بیاریم پایین، فرمودین کی بودن اینا؟ حزب کردستان کمونیستی. آها، حزب کمونیست ایران، سازمان کملش. بله، خیلی ممنون. خب یه واقعیته که کمونیست ها
گرایشی دارن، من هیچ مسئولیتی ندارم در مقابل این گرایش و مسئولیت. بنده عضو حزب دموکرات کردستان ایرانم، در تمام تظاهرات و به حساب همایش هایی هم که شده حزب دموکرات کردستان ایران یا اعضاش هیچ گیری به پرچم شیر و خورشید ندادن، به هیچ عنوان حق هم ندارن گیر بدن و این حق رو برای کسی دیگه هم قائل نمیشن ها، یعنی بیان گیر بدن، ما هم این حق رو به حساب برای اونا قائل نیستیم. اما هیچ اشکالی نداره در کنار لوگوی حزب ما پرچم کردستان، پرچم شیر و خورشید هم باشه. من مسئولیتی ندارم در مقابل یک حزب ایدئولوژیک و کمونیست که راستش باید خودشون بیان جواب بدن. نمیدونم چرا اینجوری کردن، من ببخشید هیچ مسئولیتی ندارم. اما در مورد کل بحثتون، من هم معتقدم الان باید اینا رو کنار بذاریم. اصلا الان بحث سر جمهوریت و پادشاهی و فلان و فلان و اینا نیست. همه میدونن که بنده یه جمهوری خواه فدرالیستم، به یک نظام جمهوری سکولار دموکراتیک فدرال معتقدم. ولی من از روز قتل ژینا تا به امروز دو جمله هم در مورد فدرالیسم صحبت نکردم و نخواهم کرد، چون بحث من الان، کار من یه چیزی دیگه است. کار ما الان اتحاد و همبستگی و همدلی و همراهی علیه جمهوری اسلامی. شمای پادشاهی خواه، شمای جمهوری خواه، شمای سوسیالیست، شمای چی میدونم کمونیست، شمای این حزب آن حزب، برای من خط قرمز نیستیم. هر مرامی که داریم، یه دونه اصل دارم، یه دونه شرط دارم، البته اینی که شما ضد کلیت و موجودیت جمهوری اسلامی باشید. بقیهش در چارچوب دموکراسی قابل حله. مگه در کشورهای دموکراتیک بین احزاب و سازمانهای مختلف دعوا نیست؟ در دموکراسی‌های غربی تکثر بیشتر شده، کمتر که نشده که. دو تا حزب لیبرال رو چی میدونم کنسرواتیو بوده، الان شده مثلا 10-15 تا حزب، هیچی هم با هم نمیسازن، هیچ کدومشون، همه هم رقابت خودشون رو میکنن. قرار نیست در دموکراسی ما همه پادشاهی خواه بشیم یا همه جمهوری خواه بشیم. اتفاقا در دموکراسی ما متکثرتر میشیم. اصلا ویژگی دموکراسی اینه، اونم دموکراسی مدرن امروزی برای یک کشور 85 میلیونی به حساب با این همه زبان و مذهب و فلان و فلان. پس موافقم این دعواها رو الان باید تعطیل بکنیم. من خودم شخصا اصلا موافق این دعواها نیستم. همه انرژی و پتانسیل باید بره به یه طرف، ضدیت با جمهوری اسلامی. البته یک سری شروط وجود داره، همه باید دموکرات باشیم دیگه، باید دموکراسی رو قبول داشته باشیم. تو دموکراسی باید تولرانس وجود داشته باشه. دموکراسی بدون تولرانس دیگه دموکراسی نیست که. تو دموکراسی باید تکثر وجود داشته باشه. دموکراسی بدون تکثر دیگه دموکراسی نیست که. یعنی چی تولرانس؟ یعنی من اگر شما، حالا من نمیدونم واقعا شما به چی معتقدید، ولی اگر شمایی که به پادشاهی معتقد هستید، من جمهوری خواه باید تولرانس داشته باشم نسبت به موجودیت شما، حضور شما، و شما باید با من جمهوری خواه حق برابر داشته باشید در باشندگی سیاسیمون، در حضورمون، در میادین، در همایش ها، در فرصت ها. اینو باید ما الان نشون بدیم، بعد میتونیم به مردم بگیم ما میتونیم اون پتانسیل رو داریم و میتونیم دموکراسی ایجاد بکنیم. وگرنه اگر فقط من بگم، من فکر نمی کنم مردم اینقدر کمهوش باشن بیان ایران رو بدن دست بنده. خیلی ممنون. ممنون از شما جناب آقای آهنگری. بله، فقط میشه در یک جمله گفت ما باید دموکراسی رو جوری برنامه ریزی کنیم که هیچ کس به حق دیگری تجاوز نکنه و خودمون هم به حق دیگران تجاوز نکنیم. خب آقای صدارت، ما آخر جلسه هستیم حدودا، ولی که من مایک رو باز میکنم، ممنون میشم که صحبت بفرمایید. بله، خیلی ممنونم. به عدم اعتماد آقای آهنگری اشاره کردن قبلند و الانه، ولی واقعا همون عرضی رو که من کردم رو به عنوان دلیل عدم اعتماد رو ذکر کردن و متاسفم که باز هم همون روش رو میخوان پیگیری بکنن و اونی که الان فقط ضد جمهوری اسلامی باشیم. یعنی هویت من این تعریف بشه که ضد خامنه ای هستم، یعنی فردا خامنه ای رفت من بی هویت میشم. نه، من همچی کاری نمی کنم. من ضد بر علیه چیزی نیستم، برای چیزی هستم و اون چیز
حقوق بشر هست که همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی است. فقط برای اون میشه به اصطلاح اتحاد پیدا کرد. شما گفتید دو جمله هم راجع به فدرالیسم صحبت نکردید، خیلی خوب کاری کردید، برای اینه که قطعا منزوی خواهید شد. قطعا این جنبشی که الان به اصطلاح داره اینجور ریشه‌ای پیش میره و ضد تشکیلات و احزاب هست نمیتونه بپذیره این به اصطلاح خط‌کشی ها رو، فدرالیسم رو. یک آقایی گفتش که تازه از واشنگتن اومده بود که بله ما خواهان فدرالیسم هستیم. خب به هر حال کردستان هم مجلس خودشو داره، ما تجزیه طلب نیستیم، ولی خب مجلس کردستان اگر که رأی داد به جدایی، خب دیگه رأی داده دیگه، جدا میشیم دیگه. حالا نمیدونم نظر شما راجع به این نظر این دوست کردمون چی هست. برخورد غیر حرفه‌ای کاملا درست گفتن آقای طائف. من ایشون رو تمایل به سلطنت شاید باشه یا نباشه، حالا اون زیاد مهم نیست، ولی دقیقا همین برخورد غیر حرفه‌ای رو در سلطنت طلبان میبینیم، در متاسفانه کارهای بسیار زشت. و از دید من یک سلطنت طلب، یک فدرالیست، یک عرض کنم که اینا همه میتونن در کنار هم دیگه کار بکنن برای حقوق بشر که همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی است، نه برای اینه که جمهوری اسلامی رو بندازن که نه جمهوری نه اسلامی. منم جمهوری خواه هستم، اگه اینو بگم جمهوری اسلامی که این یه کمی نقض غرض من میشه. در نتیجه مثلا گفتید که امروز باید اتحاد بکنیم، سوال فرمودن که چرا در از این 40 سال هیچ اتحادی پیش نیومده. به خاطر همه خط‌کشی هاست که میاد میگه که جمهوری اسلامی نباشه، من باشم. من با تمرکزگرایی کاملا مخالفم، ولی با جدا تک پاره کردن ایران مخالفترم. اینجا در تمام دنیا دارن کم کم به هم دیگه متحد میشن، اتحادیه اروپا داریم. چرا یه کاری نکنیم که در کنار هم دیگه بتونیم حق کردستان رو تمام ایران، مثل همونی که زلزله شد، یک صدا بیان به سمت کردستان؟ چرا دوستان شما نگن بلوچستان به من چه، حق و حقوق بلوچ ها به من چه؟ چرا یک صدا نریم بلوچستان رو نجات بدیم از دست این آقایونی که به اصطلاح مملکت ما رو به این جا کشوندن که کشوندن؟ ما باید دموکراسی رو جوری برنامه ریزی بکنیم فرمودن خانم عزیز، و این برنامه ریزی کردن دموکراسی بدون اینی که عرضم به خدمت شما حقوق رو بذاریم وسط، قانون همکاری ها بذاریم، هیچ راه دیگه ای نداره. فرمودید که احزاب کردستان با هم دیگه متحد هستن، مثل که الان یه خط‌کشی باز پیش اومد. فرمودید که اون کمونیستا، خب نه، منظورم اونا نبود. نمیشه این خط‌کشی ها تو همون کردستان پیش نیاد. آقای آهنگری، شما هی میگید حرفه‌ای، ما بالاخره نفهمیم حرفه‌ای یعنی چی، ولی این حرفه حقوقدانی یا حق مداری یا حقوندی اگر که باشه، حرفه شما نمیتونه بپذیره که کموله مثلا اینطور که گفتن در جلسه خودشون به روی همدیگه اسلحه کشیدن وقتی که با همدیگه مخالف بودن. چطور میتونه که در آلمان این دوست عزیزمون الان گزارش کردن آقای طائف که بیاد بگه که تو پرچم فلان چیز نمیتونی ببری بالا، به تو چه مربوطه؟ نمیشه گفت امروز فقط اتحاد، باید کاملا مشخص کرد. جناب شایگان سوال بسیار مهمی رو مطرح کردن، هیچ وقت آینده ای نداشتم. آینده شما دارید الان. دلیل اینکه اینجا هستید برای اینکه آینده دارید، ایستادید پای آیندهتون بر اساس حقوق. چرا فرمودید که چرا در از این 14 نتونستین اتحاد بکنید؟ من چند تا نکته هست که دوستان در چت نوشتن، اینها رو هم بخونیم که آقای بذارید من این جمله رو تموم بکنم که جفا نشه به سوال خوب آقای شایگان. اتحاد نمیشه سر هیچی اتحاد کرد، فقط روی حقوق میشه اتحاد کرد. الان نمونهش رو شما خودتون ذکر کردید، در آلمان که پرچم رو کشته میده، و فرمودید که چرا قانون اساسی نتونستید ارائه کنید. چرا کردیم؟ من خودم در جلسه شما در مورد شاخه 4 این قانون اساسی با شما صحبت کردم. قانون اساسی تولید شده، ارائه شده، پیشنهاد شده، در همین جلسه خوب شما براتون گذاشتم. اگرم مایل باشید با من تماس بگیرید، sadaratmd@gmail.com، شماره تلفنم هم جلوتر گذاشتم، با کمال میل در اختیارتون میذارم و میتونیم اون قانون اساسی رو که اتفاقا حقوقدان ها آقای شایگان اومدن و اسمشون محفوظه و کار کردن روش، چندین سال روش کار شد که صدای مخبر، عرض کنم که صدای امریکا در اومد که آقا
شما هی میگید که ما قانون اساسی داریم که پس چه کی معرفیش میکنیم؟ ثبت کردیم که کامل شد اومد بیرون و قانون اساسی لایق هست. در تمام این قانون اساسی فقط یک کلمه اسلام آورده و اونم گفته که جمهوری اسلامی ملغاست تمام قوانینش. ممنونم. بله ممنون از شما. خب آقای آهنگری، البته آقای نقشبندی هم خیلی وقت دستشون رو بلند کردن، بلکه دوستان چند تا سوال پرسیدن در قسمت چت که حالا فکر می‌کنم از زمان این جلسه برگزار باشه، ولیکن خیلی از دوستان می‌فهمن خب الان شما می‌فرمایید که الان اتحاد موقع اتحاد هست، خب بعد از انقلابی که حالا اتفاق خواهد افتاد انشالله این چه اتفاق میفته؟ آیا بعد از اون هم هنوز این اتحاد بین احزاب کرد وجود داره یا نه؟ و اینکه یکی از دوستان نوشتن که خب این اختلاف بین احزاب هم خیلی برای مملکت، برای مردم ایران مشکل ساز هست و حکومت در ازش سوء استفاده میکنه. و یکی از دوستان هم نوشتن که خب جمهوری فدرالی که شما میفرمایید آینده در مقابل درگیری های احتمالی کردستان در عراق و سوریه و ترکیه هست که وجود داره، اینها چی هست؟ ممنون میشم که ابتدا پاسخ میدید یا اینکه خیر با آقای نقشبندی صحبت کنید. اگر ممکنه جناب نقشبندی هم بفرمایید، من بعداً کلاً خلاصه عرض میکنم و از خدمت مرخص میشم. بسیار هم عالی. جناب آقای نقشبندی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. مرسی، سپاسگزار. خیلی سریع به یه سری موضوعات بپردازم. اینی که یک نوع ترس و واهمه رو در مورد جنگ‌های داخلی درست میکنن، گویا که ایران مدینه منور است و تمام احزاب با هم دیگه دل و قلبه میدن و در کل هیچ مشکلی در این کشور نیست و همه سیاسی ها، هر کسی، این یکی سلطنت طلب، اون یکی مزدور، اون یکی مزدور اسرائیل، در کل تمام این جزئیاتی که در مورد کردستان میگید در همه جا صدق میکنه. من در مورد یک چیز بهتون بگم، در مورد اون حرفه عمل کردن میدونی یعنی چی؟ من نمیخوام اینجا به کسی توهین بکنم. آقای بنی صدر وقتی برگشتن دستبوس امام شدن، به امام لبیک گفتن، در کشتار و در حکم جهاد شرکت کردن، بعد از اون هم اومدن برای حقوق بشر و در کل به حساب بگیم به نوعی دموکراسی حرکت کردن. و خیلی از گروه های چپ، من اون شبی که اینجا خدمتون بودم خدمتون عرض کردم، همصدا با جمهوری اسلامی در جنگ، من نمیگم ایران و عراق چون چنین جنگی وجود ندارد، جنگ ما بین خمینی و صدام شرکت کردن و در کل باعث شدن که رژیم جمهوری اسلامی پایه‌هاش رو بگیره و امروز در مورد چه حرف میزنن؟ در مورد حقوق بشر، دموکراسی. ولی این حقوق بشر و دموکراسی تنها زمانی حقوق بشر و دموکراسی است که نگی کرد، که نگی بلوچ، که نگی عرب. اینها خطرناکه، چون همه مزدور اسرائیل میشیم. میشه به من بگید دو نفر از این احزابی که از اسرائیل پول میگیرن و سلاح میگیرن کی هستن؟ اگر قرار بشه هر کسی، میدونی اینها همون سیاست جمهوری اسلامی و همون سیاست های حاکمان دیکتاتوری که من عرض کردم در ایران حاکم بودن به این مسئله پرداختن. اگر قرار بشه همه کردها، حتما ما باید بیایم آقا شما ما رو الک بزنید، ما رو سرتخ بکنید، ببینید چطوری هستین، گوگل مامانی، اینو بزنید اونو، اینو بندازید اینو، چگونه شما میتونید چنین ایرانی رو درست بکنید؟ این رو من خدمتون عرض کردم. بعضی از تفکرات دقیقا از خود، به نوعی از افکار خود جمهوری اسلامی سرچشمه میگیره. من یکی از رهبران اپوزیسیون رو میشناسم، میگفت اگر قرار بشه بعد از جمهوری اسلامی به فدرالیزم برسیم، من جمهوری اسلامی رو ترجیح میدم. ببینید عقب افتادگی ذهن رو ببینید در کجا هست. و در این حال هم مثلا شما نگاه بکنید، از همین الان خط و نشان کشیدن، فلانی مزدور اسرائیل، فلانی سلاح از فلانجا میگیره، فلانی از این. میشه به من بگید این خوب شما کجاست و این مردم کیان؟ اصلا شما چگونه میتونید این تصمیمات رو بگیرید؟ این همون ذهنیت جمهوری اسلامی. چگونه میخواست سلاح اتمی رو منافع ملی بکنه؟ چگونه میخواست سردار تروریست سلیمانی رو بیاد سردار ملی بکنه و متاسفانه عده‌ای هم دنبال اون رو گرفتن و اقتدار ایران رو میخوان، ولی نمیگن کدام ایران، کدام ایران و چگونه ایران هست؟ ایران بدون کرد، ایران بدون بلوچ، این چیزهایی که شما بخواید اینطوری درست بکنید. من فکر میکنم صدام به از رژیم صدام دیکتاتورم که بدتره. به همین دلیل من این رو خدمتون عرض میکنم دوستان، تمام این تفکرات و باگراند های ذهنی به نوعی دیکتاتوریت و سرچشمه از
نظام خود جمهوری اسلامی برای تفرقه و برای ماندگار بودن جمهوری اسلامی. هیچ کسی نباید از دموکراسی و حقوق بشر بترسه. مرسی. ممنون از شما جناب آقای نقشبندی. همونطور که در ابتدای جلسه هم گفتم خدمتتون، جمهوری اسلامی ایران با انگ گذاشتن بر روی اسمهای بلوچ و کرد و عرب و ترک فقط و فقط بین تفرقه اندازی است. کارش این هست که بخواد این برنامه رو انجام بده و متاسفانه حکومت کنه. خب جلسه ما رو به اتمام هست. جناب آقای آهنگری پاسخ میدید به آقای برای این چند تا. مرسی. آقای آهنگری مایکتون بسته شد. بله خیلی ببخشید. چند تا نکته رو خیلی خلاصه بار خدمتون عرض میکنم. ببینید من عرض نکردم که هویت من ضدیت با خامنه ایست. اتفاقا هویت سیاسی من یا بگیم تعریف نگاه سیاسی من رو چند تا جمله قبلتر عرض کردم. من یه معتقد به یک جمهوری سکولار دموکراتیک فدرال هستم. این شناسه سیاسی منه. عرض کردم شرط همکاری من با یک مخالف من این هست که ضد جمهوری اسلامی باشه، چرا که امروز ایرانیان و ایران نیازمند این همکاری و همگرایی هستن. چرا باید الان این اختلافات رو کنار بندازیم، کنار بگذاریم؟ خیلی راحت. هر انسان واردی میدونه که اختلافات سیاسی تا قام قیامت وجود دارن. دو، اگر این اختلافات رو الان کنار نذاریم با احتساب 43 سال گذشته آیا تونستیم حلش بکنیم یا میتونیم حلش بکنیم این اختلافات رو؟ میشه اونایی که مخالف من فکر میکنن یک بازه زمانی بدن ببینیم چند ماه آینده این اختلافات رو میشه حلش کرد که ما به مردم اعلام بکنیم آهای مردم مجده ما اپوزیسیون جمهوری اسلامی اختلافاتمون رو حل کردیم تموم شد به اتحاد رسیدیم؟ اصلا حل شدنی نیستن. مگر در جهان دموکراتیک حل شدن تا در مای آواره نشست در غربت حل بشه؟ سه، وقتی که من میدونم حل شدنی نیستن تا قام قیامت این اختلافات وجود دارن، پس من به یه چیز بیشتر نیاز ندارم، به دموکراسی، به اون ظرفی که به یک زن، به یک مرد، به یه دگرباش جنسی، به یه کرد، به یه ترکمن، به یک عرب، لور، بلوچ، به یک سنی، به یک بهایی، به یک بیدین شانس و امکان حضور و مشارکت برابر رو در اون جامعه فراهم بکنه و بده. پس من دنبال دموکراسی خواهم بود، نه رفع اختلاف، نه زدودن تفاوت. تفاوت باز وجود خواهد داشت. این یکی از دوستان فرمودن که اگر خب حالا کنار بذاریم پس بعدن چی؟ بعدن دموکراسی. اشکال کار ما این نیست که متفاوتیم یا اختلاف داریم، اشکال کار ما اینه که دموکراسی نداریم. اگه دموکراسی داشتیم خب جو بایدن و ترامپ هم وجود خواهند داشت دیگه، اختلاف ندارن اینا. حزب فلامس بلانگ بلژیک با حزب مثلا سوسیالیست پاسوک بلژیک، پارت سوسیالیست به حساب بلژیک، اختلاف ندارن. زمین تا آسمان اختلاف داره. پس من دنبال این نیستم اختلافاتمونو به تفاوتامونو به صفر برسونم، دنبال برپایی دموکراسی هستم. اینا هم وجود خواهند داشت. برخورد حرفه‌ای یعنی چی؟ برخورد حرفه‌ای یعنی این که مبارزه علیه جمهوری اسلامی فقط گفتن مرگ بر جمهوری اسلامی نیست. یک مبارزه چند وجهی، مولتی دایمنشنال، چند بعدی، از گفتن مرگ بر جمهوری اسلامی و زدن چسب بر دهان شروع میشه تا حتی برخورد مسلحانه با جمهوری اسلامی.
این رو نباید بار سنگین این مبارزه چند بچی رو فقط و فقط به دوش جوانان دست خالی داخل کشور سپرد. باید مخالفین جمهوری اسلامی بشینن در یک پلتفرم مشترک مبارزاتی راهکارهای مقابله با جمهوری اسلامی رو به صورت حرفه‌ای بررسی بکنن و پلانمندش بکنن، برنامه ریزی بکنن و اجراش بکنن. برخورد با نوع نظام سیاسی پسا جمهوری اسلامی کار سلبریتی و روزنامه نگار و آوازخان و شعرخان و فیلم کتاب نویس و اینا نیست. خیلی مشخصه چند تا فیلسوف حقوق سیاستمدار میان پیشنویس قانون اساسی رو مینویسن، تحویل مجلس مؤسسانش میدن، مجلس مؤسسان هم برآمد تمام ایرانیان هست، اونجا سکوشکاریش میکنن و بعد تصویب میشه و برپراندوم گذاشته میشه و آخر. این یعنی برخورد حرفه‌ای کردن. یعنی الان نیایم تو سر و کله هم دیگه بزنیم آی جمهوری خواه اینجوری، آی فدرالیست اینجوری، آی پادشاه اینجوری، آی شیر خورش. اصلا این یعنی برخورد غیر حرفه‌ای. وقتی که من میگم من با هیچ پرچمی مشکل ندارم، یعنی اینقدر تجربه سیاسی و درایت سیاسی دارم چون میدونم همه این پرچم‌هایی که هر کی فکر میکنه این یکی مال ایرانه، این باید در مجلس مؤسسان فردا تصویب بشه. یعنی هیچ کدوم از این پرچم‌ها الان پرچم رسمی ایران نیستن. همین پرچمی که در دست کردهاست پرچم رسمی نیست. باید در مجلس منطقه‌ای کردستان این تصویب بشه. پرچم شیر و خورشید، حالا بدون خوشه و تاج و اینا، با خوشه، بدون تاج، با خوشه، با تاج، بدون شیر و خورشید، هر چی که هست، هر طرحی که هست، این باید فردا در مجلس مؤسسان تصویب بشه. مهم اینه الان کنار هم باشیم به خاطر چیزی که در آینده حل خواهد شد. الان نزنیم سر و کول همدیگه رو نشکنیم، مردم رو ناامید نکنیم. یعنی برخورد حرفه‌ای. الان مردم که نمیشه این بیایم این مردم و ایران رو دست دو تا سلبریتی بدیم. باید یک شورای انتقالی شکل بگیره. این شورای انتقالی موظفه که این ایران پسا جمهوری اسلامی رو در دوران انتقال اداره بکنه و زمینه برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک رو با حضور ناظران بین المللی فراهم بکنه. این یعنی برخورد حرفه‌ای با این مسائل. با شعار که نمیشه که. و الاخر. حالا من چند نمونه رو آوردم. اینم عرض کردم که بعد از انقلاب این اختلافات چی میشه؟ این اختلافات میمونه. اگه زن مرد شد، مرد زن شد، همه انسانهای داخل ایران زن شدن یا همه مرد شدن، اختلافات سیاسی ما هم تموم میشه. دلیلی نداره تموم بشه اختلافات سیاسی ما. دموکراسی غناش به اینه، عظمتش به اینه. اگر شما وجود نداشتین، 4 بار، 400 بار، 4000 بار جمهوری فدرال کاوه آهنگری رو نقد نمی کردین، خب من قوی نمی شدم. من نمی رفتم دنبال این سوالات و پیدا کردن جواب این سوالات. حالا فردا بذار وقتش برسه، ببینید من چگونه مرام سیاسی شما رو به چالش میکشونم، مورو از ماس میکشم بیرون. اونی که پادشاهی خواهه، اونی که جمهوری مرکزگرا میخواد، باید بیاد جواب بده به کاوه آهنگری ها. من هم به شما جواب میدم، ولی الان وقتش نیست. الان اینو باید ببندیم، این بحث رو. الان سر این که سنگ چگونه تهیه کنیم، نارنجک دستی چگونه تهیه بکنیم، چه میدونم اسپری چگونه تهیه بکنیم، حتی مصالح و ابزار و امکانات یک جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی رو چگونه تهیه بکنیم، چگونه برخورد تشکیلاتی بکنیم، در کدوم منطقه مبارزات محل محور رو چگونه رهبری بکنیم. الان کار ما اینه، الان کار ما اینه که وسایل پزشکی رو چگونه تهیه بکنیم.
اون منطقه کم آورده، اون شهر کم آورده، اون شهر به اون شهر. الان کار ما اینه، کار ما الان اینه که اینترنت رایگان چجوری برسونیم به مردم. کار ما این نیست که جمهوری فدرال بشه یا پادشاهی مشروطه، الان وقتش نیست. و آخرین نکته این که احتمال درگیری وجود داره. خب بله، خب چرا وجود نداره؟ من که منکر احتمال درگیری نیستم. خب تمام این تقلا و چی میدونم گفتگوها و انرژی صرف کردن ها برای یه درست کردن اون ظرفه. اگر ما بتونیم اون ظرف رو درست بکنیم، اگر بتونیم اون ظرف رو درست بکنیم، خب درگیری به اون معنای خطرناکش هم به وجود نمیاد، چون گفتگو هست، با هم دیگه گفتگو میکنیم، بالاخره یک مکانیزمی هست. مثلا در مجلس مؤسسان این نمایندگان طیف‌های سیاسی مختلف داخل ایران با هم دیگه گفتگو میکنن، مناقشه میکنن، اصلا بذار دوست بارم بذارن تو سر کله هم دیگه. مگه تو پارلمان های کشورهای دیگه نمیزنن تو سر کله هم دیگه؟ بذار تو دوباره بزن تو سر کلم. و بالاخره روی چیزی به توافق میرسن دیگه، اون توافق نامه رو هم به رأی مردم میذارن، تموم شد. بعد همه باید موظفیم به اون چیزی که اونجا تصویب میشه، از پرچم گرفته تا الی آخر، باید به اون قانون احترام بذاریم دیگه. یکی از دوستان نوشتن پرچم رسمی ایران 1000 سال است. شروع خود اصلا 1000 سال نیست و 10000 ساله. شما متد درست گوش کردن به من رو یاد بگیریم، ببینیم من چی دارم میگم. الان پرچم رسمی ایران این پرچم جمهوری اسلامیه. الان در سازمان ملل و تمام کشورهای دنیا این پرچم جمهوری اسلامی رو که بنده و شما قبول نداریم به اهتزاز در میارن و قبول دارن، من و شما قبول نداریم دیگه. اصلا 10000 سال پرچم شیر و خورشید هست، باز باید در مجلس مؤسسان تصویب بشه. اصولیش اینه. شما مگه نمی فرمایید 1000 سال این پرچم ماست؟ خب چه نگرانی از این داری که این پرچم اونجا بازم دوباره تصویب میشه دیگه؟ مشکلی نداریم که تصویبش میکنیم. من که نه، نمایندگانم تصویب میکنن دیگه، دوباره پرچم رسمی ایران میشه، تموم شد دیگه. دعوا نداریم سر این مسائل، نیایم سر چیزی که مال الان نیست. ایستگاه دهمه، بیایم سر ایستگاه دهم با هم دیگه دعوا بکنیم. بذار برسیم به اون ایستگاه، اگر رسیدیم به اون ایستگاه مسئله دیگه حل میشه و تموم میشه. عرض بنده تموم شد. امیدوارم که سرتون رو به در نیاورده باشم و قبل از هر چیزی از کانون خیلی خیلی تشکر میکنم. خانم نرگس زحمت کشیدن و این جلسه رو اداره کردن. ممنونم از شما جناب آقای آهنگری. امیدوارم که در دفعات آینده هم بتونم در خدمتتون باشم با هم دیگه گفتگو. ممنون آقای آهنگری. فقط ما هم آقای صدارت رو داریم که باید صحبت کنن، هم جناب آقای شفایی. فقط دوستان حتما آقای صدارت به اندازه من صحبت کرده، اگه اجازه بدین آقای شفایی صحبت بکنه، بعد من دیگه از خدمت مرخص بشم. من در خدمتتون هستم. من البته موافقم که آقای صدارت صحبتشون رو بکنن در همون زمان 3 دقیقه فرصتی که دارن، که دیگه صحبتها رو بشنویم. اگر اشکال نداره ایشون 3 دقیقهشون رو صحبت کنن، بعدش هم منم 2 دقیقه 3 دقیقه صحبت دارم. بسیار عالی، من در خدمتم جناب آقای صدارت. بله، انتظارم برآورده شد که در این کانون سانسور وجود نداشته باشه، علی‌رغم اونی که ایشون با تحکم خواستن که شما منو سانسور بکنید. ببینید، خیلی واضح شد و مشخص که نحوه فکر کردنی یک همچیز تفکری میرسه به جنگ تمام عیار مسلسل و نارنجک دستی و از این حرفا، نمیتونه به اونجا نرسه. کسی که میگه زن مرد نمیشه، مردم زن نمیشه، اصلا دلیلی نداره که بخوایم زن مرد بشه، مردم زن بشه. زن مکمل مرده، مردم مکمل زنه.
وقتی که حقوقشون که ذاتی هر دوتاشون هست یکسان هست وسط گذاشته بشه، این تکامل با ساختن نه با تضاد. شما معتقد به تضاد هستید، از اون ور از این ور به زور تزی پیدا کنید و آنتیتزی رو بندازید به جون هم دیگه و یه سنتزی در بیارید اگر پیدا بشه یا نشه. عرضم به خدمت شما، دوباره دعوت میکنم، شما الان خواستید اینجا منو سانسور بکنید ولی دعوت میکنم از شما برای بحث آزاد، احتمالاً بازم نخواهید پذیرفت. به هر حال عرض شود که در مورد اینی که امروز بگیم فقط جنگ مرگ بر جمهوری اسلامی چند بودی هست، نه، اونو من نمیپذیرم. اونو من فرهنگ، من نمیخوام دیکتاتور بره، نمیخوام استبداد مستبد بره، میخوام دیکتاتوری بره، میخوام استبداد بره. و برای این کار فرهنگ مردم سالاری باید روش کار بشه، این کاری که این کانون میکنه، نه با فشنگ و اسلحه و نارنجک و توپ و تفنگ. جنگ تمام عیار اصلا باید کرد. این مسلما تکرار خشونت های زنجیره ای خواهد بود در ابتدای انقلاب. در ابتدای انقلاب هم آقای نقشبندی راجع به آقای بنی صدر گفتن. شما رو رجوع میدم به دو تا فوت شده، آقای کریمی از رهبران کردستان و آقای بنی صدر که با هم دیگه جلسه ای داشتن و بقیه رهبران کرد که تشکر کردن از آقای بنی صدر برای نجات دادن مردم کردستان برای قتل عامشون. رهبران کرد از آقای بنی صدر گفتن که ما میخوایم اصل همونو بذاریم زمین، برو به خمینی بگو که به ما امنیت بده. آقای بنی صدر این رو به آقای خمینی گفت، آقای خمینی در جواب گفت حالا بگید اسلحه‌شونو بذارن و زمین ببینیم چی میشه بعدن. آقای بنی صدر در مقام فرمانده کل قوا ریاست جمهور تا اونجا که یادم یاد اون موقع بود رفت به کردستان گفت اسلحه‌تون رو نگذارید زمین، نگذارید زمین. این دروغه که ترور شخصیت بخوان بکنن واسه کسی که خشونت گستری رو من کرد در این جامعه. از وقتی که به من دادید آقای آهنگری، دوباره دعوتتون میکنم با همدیگه یک صحبت دوستانه داشته باشیم. مرسی آقای صدرت، مرسی، لطف کردید. خب جناب آقای نقشبندی شما هم صحبت بفرمایید. آقای شفایی همینطور منتظرند و ماه منتظرشون میذاریم. جناب آقای نقشبندی مرسی، فقط زمانم در نظر بگیرید لطفا. مرسی، سعی میکنم. مرسی، سپاسگزارم. من البته واقعا از این که بحث به این سمت و سو میره خیلی متاسفم، چون من این رو به عنوان یک نبینم تحریک میبینم، این رو نمیتونم خیلی نرمال ببینم، چون کلن میبینی که یکی از دوستان مثلا حریف میتنبن. این یک بحثیه که به نظر من یک نوع حالت عمدی داره. از تون صدای بندم آقای شفایی منو میشناسه، تون صدای بنده دوستان بلند و یک خورده چطوری بگم جنگیه، ولی خدایش من در طول زندگیم عصبانی نمیشم. آقای شفایی اینو میدونه. من تنها چیزی که بخوام از هیچ کسی، از آقای کریمی نزدیکتر به من و من نزدیکتر به آقای کریمی، غیر ممکنه بوده باشه، چه در دوران پیشمرگ، چه در دوران اروپا، چه در دوران سمت تاریشون، چنین گفته این نه اصل داره و نه اساس داره. اساسا دروغ. آقای بنی صدر در مورد تشکیل دادگاه میکنوس چنین تشکری شد که به حق هم تأثیر گذار بودن، ولی در جهاد کردستان آقای بنی صدر صدای تلویزیونی هست دیگه. پوتین ها رو از پاتان در نیارید تا اونا رو پاکسازی میکنید، تا قتل عام میکنید. این یک بحثی که مشخصا و موضوعا هست. حالا بحث ما این نیست، من این رو به عنوان یک مثال گذاشتم. فرزندان دیروز جمهوری اسلامی و با همون اعتقادات مذهبی امروز نمیتونن در فردای ایران ضامن دموکراسی بشن. ایران کشوری است که ذاتاً و اساساً این اختلافات و این چند ملیتی درون اون وجود داشته. حل این مشکلات بدون راه حلی که همه بتونن به نتیجه‌ای برسن به غیر از دموکراسی و به غیر از جنگ و جدل چیزی نیست. و همین دایجان ناپلون هایی که امروزه به وجود اومدن و فلانی از اسرائیل سلاح میگیره، کی؟ لطفا اسمشو بگید ببینم کی میگیره. میدونی این تهمت ها و این تحقیر ها باعث این میشه که مثلا بنده میام میگم شما مزدور فلان جایی، اون بگه فلان مزدور فلان جاست. این رو فقط خواستم خدمتتون عرض بگم. این تنها در 30 ثانیه، این تنها کسانی است که هم قدیم طرفدار جمهوری اسلامی بوده و برای فردای ایران هم سیستمی مثل جمهوری اسلامی میخوان. ممنون از شما جناب آقای
نقش بندن. جناب شفایی، ما در خدمت شماست، در خدمتتون هستیم بیشتر. من دوستان سلام میگم و خسته نباشید میگم. عرض کنم که من نگاهم چیز دیگری بود، یعنی من فکر میکردم که امروز ما بحثمون راجع به دموکراسیه و قراره یک صحبتی بکنیم، بگیم این اتفاقی که الان افتاده ما چگونه به دموکراسی میرسیم. اما متاسفانه به جای اینکه بریم به دموکراسی برسیم، شروع کردیم با هم دیگه مجادله کردن یا جدل کردن و بحث‌های حاشیه‌ای. یعنی من به عنوان یک کسی که دوست داشتم بشینم امروز ببینم که چگونه میتونیم صاحب دموکراسی بشیم، عملاً بهش نرسیدم به خاطر تضادی که در صحبت‌ها بود و همه مصمم که اینی که من میگم درسته. یه دوستی میگه آقا پرچم ما 1000 سالشه، اون یکی میگه نمیدونم ما رژیممون اینه، این میگه فلانی اینطوریه، یا سلیبریتی‌ها به درد نمیخورن، آقای سخنران مثلا میگه نه. ولی از نظر من همه آدم‌ها در یک حد همه حق دارن و همه میتونن تصمیم بگیرن و همه میتونن حرکت بکنن. اینی که شما یه موقع فکر بکنید که نه فقط سیاسیون میتونن برنامه ریزی کنن، بعد در ایران آینده سیاسیون بیان این کارو بکنن، من کاملا مخالفم. من تک تک آدمایی که در ایران هستن رو باور دارم که میتونن، کمان که الان هم همین تک تک آدما دارن این حرکت ها رو میکنن. در این شرایط ما به دموکراسی میرسیم و دموکراسی در اینجا دیده میشه. از قبل نسخه چیدن، از قبل طراحی کردن، از قبل بگیم این به درد نمیخوره، سلیبریتی ها به درد نمیخورن، هنرمندا، آوازخونا، همشون اثرگذارن، همه هم تاثیرگذارن. اصلا خواهش میکنم اینجوری صحبت نشه و من متاسفم از مسئول جلسه گلایه میکنم که اجازه داد جلسه به این سمت بره. مسئول جلسه وقتی که صحبت میشه حق داره جلسه رو در جهت کار خودش قرار بده. به هر حال خسته نباشید دوستان، من از نوع جلسه راضی نبودم، هیچی هم توش گیرم نیومد و من میتونم خواهش کنم دوستان، حتی جناب آهنگری، یک جلسه دیگه راجع به دموکراسی بیان بشینیم صحبت کنن، ولی فقط راجع به دموکراسی، نه اینکه ما کردها این هستیم، ما اینا اینجوری هستیم، ما اونا هستیم، ما هستیم که همه خط رو داریم، اینا رو بذاریم کنار، راجع به خود نفس دموکراسی صحبت کنیم. یا اگر آقای صدارت دارن صحبت میکنن، حتما نبایستی از ایدئولوژی آقای بنی‌صدر صحبت کنن، ایشون هم میتونن نکات خودشونو از خودشون در واقع اکت بیارن و صحبت بکنن. من ممنون میشم و خوشحال میشم که باز دوباره دور هم جمع بشیم، اما لطفا با رعایت این قضیه، مخصوصا از رئیس جلسه خواهش میکنم زمان ها رو کنترل کنن. سخنران همیشه حق داره صحبت کنه، اما اگر مثلا 3 تا سوال شده مثلا 9 دقیقه، ایشون میتونه مثلا برزه همون 9 دقیقه پاسخ باشن، نه اینکه یه سوال 3 دقیقه رو مثلا 20 دقیقه جواب بدن، نه برای این جلسه، برای جلسات آتی. من ممنونم، خسته نباشید میگم به همتون، تشکر میکنم، امیدوارم که حتما و حتما و حتما آقای پرویزی زحمت بکشن، از آقای صدارت، از آقای آهنگری، همینطور از شهریار عزیز من، دوست خوب من هم باز دوباره دعوت بشه، بیایم بشینیم واقعا به دموکراسی نگاه بکنیم و دموکراسی رو یه بار دیگه با هم مرور کنیم. دوستان تعصب سیاسیشون رو بذارن کنار، من شاه اینه، اون یکی اونه، اون حزب اینه، این حزب اینه، اینا مال مجموعه حقوق بشر نیست و ما در حقوق بشر داریم کار حقوق بشری میکنیم که اصلا فضاش فاصله داره. هیچ اشکال نداره این صحبت ها هم شنیدیم، ولی حتما بریم روش فکر بکنیم تا جلسات بعد. مرسی، خسته نباشید. ممنون از شما، ممنون بابت توضیحات کافی تو، ممنونم از اینکه این همه صحبت فرمودید در مورد مشکلات جلسه و ما عذرخواهی میکنیم که اگر جلسه به طرف دیگری کشیده شد. فقط این که یکی از دوستان سوال کردن که آقای آهنگری هم با وجود که خب اعلام میکنن که یک دموکراسی هستن و میخوان فعال حقوق بشر و قانون اساسی بر مبنای حقوق بشر بنویسند، چرا ساخت نارنجک رو توصیه کردند؟ که خب ما فعالان حقوق بشر همیشه این رو داریم که ما فعالان حقوق بشر هستیم و حتی اگر زمانی خامنه‌ای و یا دوستان یا ببخشید دولت مردان جمهوری اسلامی ایران
زمانی به دادگاه مراجعه بشن باید طبق قانون با اونها رفتار بشه، نه که کشته بشن. خب شب و روزگار همه دوستان خوش، ممنونم که در این جلسه ما رو همراهی کردید. امروز جلسه ویژه نمایندگی جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی برگزار شد و مهمان ما آقای کاوه آهنگر بودند که ما رو همراهی کردند و موضوع جلسه ما موضوعی بود با این هدف که مهسا امینی، حق اعتراض، انقلاب ژینا، سکوی پرتاب ایران به سوی دموکراسی. در ساعت 23:01 دقیقه جلسه ما به پایان رسید. من تشکر میکنم از آقای فرشاد عرابی و آقای امین بلوردی و خانم لیلا ابوطالبی بابت ضبط صدا و تصویر و آقای رضا شایگان به عنوان منشی جلسه. روز روزگار.